درود مجدد به تمامی دوستانی که به دور همین امروز ما اومدند به خصوص پروفسور منصور عزیز این 27 این اتاق این کلاب هست و هر هفته از متخصصین در زمین های مختلف دعوت میکنیم که به جمع ما بیان و از دانش و تخصصشون یاد بگیریم برای شخص بنده خیلی آموزنده بوده این اتاق ها اتاق هفته پیش به خاطر مشکلی که پیش اومد برای یکی از پنیزیس ها کنسل شد و به زودی برگزار میشه امروز هم در کلاب ایرانیان هاروارد مهمون ویژه‌ای داریم که از محققین موفق و تاثیرگذار در زمینه تخصصی خودشون در بحث رهبری جهانی Global Leadership، ذهنیت جهانی Global Mindset، مدیریت در پهنه فرهنگ ها Managing Across Cultures، ارتباطات بین فرهنگی Cross Cultural Communications، ادغام و تملک, تملک فرامرزی Cross Border Mergers and Acquisitions و مدیریت تیم های جهانی هستند. امروز پروفسور منصور جاویدان استاد برجسته مدیریت و سرپرست مؤسسه ذهنیت جهانی نجفی در دانشکده مدیریت جهانی تاندربرد دانشگاه ایالتی آریزونا ساعتی رو در کنار ما و شما عزیزان هستند که به سوالاتمون مرتبط با حرفهشون زمینه تقیقاتیشون و زندگیشون پاسخ بدن که مطمئنم برای ما جذاب خواهد بود چرا که موضوعاتی که از ایشون یاد میگیریم خیلی در دنیای امروزی که دنیای ارتباطات فرامرزی هست کاربرد ایشون رئیس رئیس و رئیس هیئت مدیری سابق پروژه تحقیقاتی جهانی گلوب بودند و کمک ویراستار کتاب گلوب 2004 هستند و در پروژه گلوب 2020 سرپرست پروژه و از محققان اصلی این پروژه هستند و به واسطه کارهای تحقیقاتی ارزشمندی که انجام دادن جوایز متعددی رو در این زمینه دریافت کردن من در ادامه فرمت اتاق رو خدمت شما عرض میکنم و میتونیم اتاق رو شروع کنیم ابتدا دوستان مادریتور سمال جان محمد جان و احسان جان خودش رو معرفی میکنن و بنده تا یه فرصتی بشه دیگر دوستان به جمع ما اضافه بشن من خیلی سپاسگزارم از این دوستان که هر هفته میان و کمک میکنن با... با... با, توجه به برنامه در واقع اث... اه... کاری خودشون و اینکه وقتشون رو در ویکند در اختیار کلاب میذارن خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز و بعد پروفسور منصور خودشون رو معرفی میکنن و با سوالی از ایشون جلسه پرسش پاسخ رو شروع میکنیم دوستان آدینس هم میتونن سوالاتشون رو در اسلایدو که لینکش روی اکانت اینفو هست بیتلی دیار یا اینکه تو بک چنل اگر راحت هستین بفرستین و یک نظرسنجی هم تو اسلایدو هست ممنون میشم که به اون هم پاسخ بدید مدت زمان برنامه دو ساعت هست اگر مهمون برنامه پروفسور منصور عزیز زمان بیشتری داشتن و انرژی بیشتری داشتن میتونن در کنارم باشن و به سوالات شما پاسخ بدن و در انتها هم میریم سراغ حرفهای پایانی ایشون و دوستان مادریتور بس میریم سراغ دو... معرفی دوستان از زمانجان جان شروع میکنیم سمانه جان... مرسی محمود جان سلام میکنم به همه دوستان حاضر در اتاق دوستان مادرتو و یک خوش آمده ویژه میگم به پروفسور منصور جاویدان من سمان راد هستم استادیار دانشکده مهندسی مکانیک در مؤسسه فناوری نیوجرزی و زمینه کاری من توسعه روش های محاسباتی و تکنیک های محاسباتی چند مقیاس در زمینه مسئله مربوط به انتقال دارو به سلول های درگیر و یا به اصطلاح تارگت دراج دلیوری هستش خیلی خوشحال هستم که امروز پروفسور مسرور عزیز رو تو جمعمون داریم و من مطمئنم که خیلی مطالب آموزنده رو از ایشون امروز یاد میگیریم محمد جان بفرمایید سلام به همگی و خوش آمد دارم خدمت های دکتر جاویدان عزیز محمد زاری هستم در مرکز پرتوف شناسی جان میلیتر دانشکده سلامت دانشگاه هاروارد و همین همینطور دپارتمان مدیسین دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد مشغول فعالیت توزیع تولید دارو و بافت هستم احسان جان بفرمایید از شما خودتون معرفی کنید ممنون محمد جان سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا توی اتاق تشریف دارن من احسان ولوی هستم دانشجوی دکترای تکنولوژی و اپریشنز منیجمنت در دانشگاه هاروارد و خیلی خوش میگم به دکتر جاویدان برای اینکه اینجا تشریف محمود به شما برمیگرد مرسی دوستان بنده هم کوتاه از میکنم محمود شاد هستم در دانشگاه هاروارد در دپارتمان ریسرچ کامپیوتینگ مسئول تیم مهندسی نرم افزار پژوهشی هستم و خیلی خوشحالم که بود در جریان شما هستم میریم سراغ پروفسور منصور عزیز که یکم بیشتر برامون بگن از اون مسیر تحصیلی و کاری که داشتن و هر نکته‌ای که کمک میکنه که دوستانی که در اتاق هستن بیشتر با شما آشنا بشن بفهم. خیلی ممنون سلام به همگی شما خیلی ممنونم از همه شما برای این جلسه که تشکیل دادید این اولین فرصت برای من که با این تعداد زیاد ایرانیا صحبت بکنم و خیلی برام جالبه من و بعد از اینکه دوره مهندسی ما در دانشگاه صنعتی شریف تموم کردم سال 1976 آمدم به امریکا در اون موقع دوره MBA خیلی طرفدار داشت تازه شروع شده بود و دانشگاه ها شروع کرده بودن این دوره های ام رو درست کنند برای منم خیلی جالب بود که وارد مبحث مدیریت بشم و به همین دلیل رفتم به دوره MBA در دانشگاه مینسوتا و بعد از اینکه اون رو تمام کردم خیلی مباحث جالبی بود برام و به همین دلیل تصمیم گرفتم که دوره رو ادامه بدم برای دوره PhD بعد از اینکه دوره پیش دی در مدیریت استراتژیک رو تموم کردم رفتم به کانادا برای یه مدت تقریبا زیادی در دانشگاه های کانادایی درس می دادم و تحقیقاتم انجام می دادم و در تقریبا اوائل دهه 1990 با یک گروه از اساتید دانشگاه های مختلف ما شروع کردیم به سوال کردن راجع به مسائل مدیریت در کشورهای مختلف و در فرهنگهای مختلف برای ما خیلی جالب بود که بدونیم مثلا رهبری سازمانی که این همه روش در امریکا و در اروپا کار شده آیا این اطلاعاتی که ما وارد هستیم بهش در کشورهای غربی، آیا اصلا منطقیه و جواب میده در کشورهای شرقی در اون موقع کار زیادی در این مورد نشده بود و علاوه بر اون بزنس مفهوم بیزنس سکول در خیلی کشورها هنوز جدید بود و اساتید کشورهای مختلف هم خیلی گرفتار درس دادن بودن همین تکستبوک هایی که اساتید امریکایی یا اروپایی نوشته بودن خیلی ازشون استفاده می شود در کشورهای مختلف و برای ما جالب بود که این مباحثی که در کشورهای مختلف تدریس میشه از, از طریق تحقیقاتی که در امریکا و اروپا شده آیا اینا نتیجه مثبتی خواهد داشت در کشورهای مختلف یا بینتیجه خواهد بود یا اینکه صدمه خواهد زد به خاطر مسائل فرهنگی و طرز کاری که در کشورهای مختلف ممکنه وجود داشته باشه این بود که ما این پروژه رو شروع کردیم که اسمش رو گذاشتیم گلوب گلوب هر حرفش یک کلمه به خصوص Global Leadership and Organizational بیهیویر Effectiveness و هدفمون این بود که بتونیم یک روش علمی به وجود بیاریم که فرهنگ های کشورهای مختلف رو مطالعه کنیم و از طریق متد های علمی بتونیم رابطه فرهنگ کشور با مسائل مدیریتی و سازمانی رو مطرح کنیم و نشون بدیم که آیا متدهای رهبری که در کشورهای غربی انجام میشه میتونه جواب بده در کشورهای شرقی یا نه و این پروژه وقتی که ما شروع کردیم هدفمون این بود که 20 تا کشور رو انتخاب بکنیم و شروع کنیم به طراحی علمی پروژه خوشبختانه ما شانس آوردیم و اساتید کشورهای مختلف علاقه نشون دادن و ما تونستیم پروژه تحقیقاتیمون رو در 62 کشور من جمله ایران انجام بدیم اتفاقا من خودم با یک همکار ایرانی دیگه سفر کردیم به ایران در اون موقع و اطلاعات رو جمع کردیم در همکاری با سازمان و مدیریت صنعتی من یک دوره 1991 تا 1995 چندین بار سفر می کردم به ایران و این دوره مدیریت استراتژیک رو برای مدیران ایرانی انجام میدادم و اون باعث شده بود که من روابط خوبی داشتم با سازمان های ایرانی با اساتید ایرانی و اونا به من کمک کردن که این اطلاعات رو در ایران جمع بکنیم و در کل ما تونستیم در 62 کشور جمع بکنیم و کتاب ها مقالات مختلفی ازش در, در, در مورد نوشتیم که حالا در طول این دو ساعت راجبش صحبت میکنیم در حال حاضر من فاز جدید این پروژه رو مسئولش هستم و ما تونستیم اطلاعات جمع بکنیم از بیشتر از صد هزار مدیر در 141 کشور که ما جمع آوری اطلاعاتمون رو هفته پیش تموم کردیم در عرض چند ماه آینده مشغول بررسی و کارهای آم متودهای آماری که انجام بدیم که شروع کنیم به دیدن نتایج تحقیقاتمون و در این دو ساعت امیدوارم که بتونم توضیحات بیشتری راجبش بدم مرسی آقای دکتر خیلی عالی بود و در یه سوالی که از شما داشتم وقتی که کارهای شما رو میدیدیم خیلی به واژه گلوبال ماینست برمیخوردیم که رو همین پروژهتون شما اینو تعریف کردیم و یه سری میار براش تعریف کردیم اینو میخواستم به زبان ساده برای دوستان اتاق توضیح بدید چرا این چرا اصلا این مفهوم مهم هستش واسه دنیای امروزی واسه لیدرهای امروزی و چه چالش هایی هست برای در واقع یادگیری این گلوبال مایندست بفهم حتما <تصفح> خیلی ممنون برای سوالتون <تصفح> همونطوری که گفتم ما بین اوایل دهه 90 تا اوایل دهه 2000 اطلاعات زیادی جمع کردیم راجع به اینکه فرهنگ فرهنگ کشورها به چه صورت با هم شباهت دارند و به چه صورت با هم تفاوت دارند و نشون دادیم که رهبری ایدهال ایدئال در کشورهای مختلف میتونه فرق بکنه بعد من در سال 2004 آمدم به مدرسه ساندربرد بزنس سکول ساندربرد که فقط تخصص این مدرسه در مسائل مدیریت و تجارت بین‌المللیه در سال 2005 سوالی که برای من جالب بود این بود که حالا که ما به صورت علمی نشون دادیم که طرز کار مردم در کشورهای مختلف متفاوته روش های رهبری در کشورهای مختلف متفاوته سیاست های دولت ها در کشورهای مختلف متفاوته حالا که ما به صورت علمی این رو آمدیم نشون دادیم به سوالی که برای من بود این بود که چرا بعضی مدیرها وقتی که وارد مرحله بین میشن یعنی نقشی که بهشون داده میشه نقش بین باید با کارمنداشون در چند تا کشور کار کنن باید با مشتری ها در کشورهای مختلف کار کنن با سپلای چین در کشورهای مختلف کار کنن یعنی نقشی که انجام میدن نقش بینالمللی چه چه دلیلی داره که بعضی مدیرها خیلی موفقن در این نقش بینالمللی و بعضی مدیرها اصلا نمیتونن جواب بدن و یه کارهایی میکنن که مشکلات عجیب و غریبی براشون تولید میشه و هم برای خودشون هم برای شرکتشون هم برای کارمندای کشورهای مختلفشون سوال این بود که فرق این آدما چیه فرق بین آدمای مدیرهایی که موفقن در نقش بین‌المللی و مدیرهایی که ناموفقن این باعث شد که من دوباره یک پروژه رو درست کنم به اسم Global مایندست و با یک تیم پروفسور از رشته های مختلف تیمی که من درست کرده بودم ما سوسیولوژیست توش داشتیم متخصص زبان توش داشتیم روانشناس توش داشتیم متخصص روابط بینالمللی توش داشتیم و ما شروع کردیم مطالعه کردن راجع به این که اون کاراکتریستیک های افراد رو مطالعه کنیم و بتونیم تشخیص بدیم که اون اون های شخصی که باعث موفقیت میشه چیه اون کاراکتریستیک های شخصی که باعث شکست میشه در نقش بین‌المللی اونا چیه و با صدها مدیرای مختلف در کشورهای مختلف مصاحبه کردیم، اطلاع جمع کردیم. بعد یک پرسشنامه من درست کردم که به اسمش از Global Mindset Inventory. و از طریق اون پرسشنامه اطلاع جمع کردیم از بیش از 17 هزار مدیر در کشورهای مختلف و به صورت علمی نشون دادیم که واقعا یک سری کارکترستیک های شخصی وجود داره که اگر یک مدیری این کارکترستیک ها رو در سطح بالا داشته باشه امکان موفقیتش خیلی خیلی بالاتره و اگر یک مدیری این کاراکتریستیک ها رو نداشته باشه یا کم داشته باشه حتی اگر از نظر تکنیکی بهترین مهندس باشه یا بهترین حسابدار باشه یا بهترین مدیر در کشور خودش باشه وقتی که این آدم میره در نقش بین‌المللی شروع میکنه به یه کارایی کردن تصمیماتی گرفتن که مسائل و مشکلات شدیدی به وجود میاره و این مجموعه کارکترستیک های شخص رو اسمش رو ما گذاشتیم گلوبال ماینسه و این مجموعه سه تا سه تا بود داره بود اولش ما بهش میگیم intellectual capital uh, سرمایه متاسفانه کلمه intellectual من, من به فارسی به ذهنم نمیاد که چیه به هر حال منظور از intellectual capital دانش و اطلاعات اون شخص راجع به این که صنعتی که درش هست در کشورهای مختلف چجوری کار میکنه این یه قسمتشه قسمت دیگهش دانش این شخص راجع به فرهنگه، فرهنگ فرهنگ های کشورهای مختلف که باهاشون در حال کاره اونم یه قسمتشه و قسمت سوم intellectual capital Uh, ما اسمش رو گذاشتیم کاغنیتیف کمپلکسیدی یعنی uh, آیا این, این شخص مغزش آمادگی این رو داره که این اطلاعات زیاد رو حزم بکنه بررسی بکنه و تصمیم گیری بکنه این این بود این مجموعه این کاراکتریستیک هایی که گفتم ما این رو اسمش رو گذاشتیم intellectual capital همش راجب دانش و اطلاعات راجب مسائل بینومرالی بود دوم ما اسمش رو گذاشتیم سایکولوژیکال کپیتال و منظور از سایکولوژیکال Capital اینه که فقط دانش و اطلاعات نیست که باعث موفقیت یک مدیر در کشورهای مختلف میشه مدیر باید یک خاصیت های روانی داشته باشه مثلا علاقه داشته باشه که یاد بگیره راجب آدمای کشورهای مختلف فرهنگ کشورهای مختلف یعنی خاصیت احساسی مدیر ما خیلی مدیرا رو میشناسیم که بسیار آدمای های برجسته هستند بسیار آدم های موفقی هستند در کشور خودشون ولی هیچ علاقه ندارن که خارج از کشور خودشون کار بکنن یا با افرادی که خارجی هستند کار بکنن و این مسئله احساسی خیلی مهمه قسمت دوم این بود روانی و احساسی اینه که آیا این مدیر آمادگی این رو داره که کارهای جدید بکنه، ب ب ب وارد محیط جدید بشه. وقتی که من این رو به انگلیسی توضیح میدم راجع به ماجراجو باشه. آیا این مدیر این خاصیت ماجراجویی رو داره یا نه که علاقه من باشه چیزهای جدید رو امتحان بکنه برای اینکه وقتی که یه مدیر وار در یه نقش بینور این, این چیزهای جدیدی پیش میاد که اصلا هیچ آشنایی باش نداره و اگر یه شخصی باشه که بسته باشه و علاقه به ماجراجویی نداشته باشه براش خیلی سخت خواهد بود بنابراین این بود دوم م... Global مایندست این مسئله روانی و البته ما نشون دادیم که اگر شخصی از نظر روانی این خاصیت هایی که گفتم کم بود داشته باشه میشه کمکش کرد ولی طول میکشه برای اینکه خاصیت های روانی ما بستگی داره به شخصیتمون بستگی داره که در بچگی چجوری بزرگ شدیم در چه محیطی بزرگ شدیم تجربه های عمرمون چی بوده تجربه های کاریمون چی بوده همه اینا یک خاصیت کیومولتیف هست که در عرض این سالهای مختلفی که ما زنده بودیم و تجربه کردیم زندگی رو اثر میذاره روی خاصیت روانی ما قسمت سوم از گلوبال مایندست رفتار مسئله طرز رفتار مدیر در قسمت های در نقش بین و منظور من از اون اینه که آیا این مدیر قابلیت این رو داره که خودش رو جای طرف دیگه بذاره مثلا من و یه مدیر ایرانی هستم دارم با یک مدیر آلمانی کار میکنم آیا این قدرت رو دارم که دنیا رو از دید اون مدیر آلمانی ببینم و اون دید کام ممکنه کاملا با اون دیدی که منی که یک مدیر ایرانی هستم کاملا فرق بکنه منظور از این که خودش رو آدم جای یک مدیر دی... یک کشور دیگه بذاره این نیست که شما با اونا موافقید ممکنه کاملا مخالف باشید اون اصلا مطرح نیست چیزی که مطرحه اینه که آیا این مدیر میتونه بفهمه که چرا اون آدمایی که از کشورهای مختلف باهاشون در تماسه چرا اونها رفتار متفاوتی دارن چه جوری دنیا رو میبینن تجربه اونا چیه سابقه اونا چیه قسمت دیگه این سوشال کپیتال ما اسمشو گذاشتیم که قسمت رفتاری مدیره قسمت دیگه اش اینه که آیا این مدیری ای که در نقش بین هست سابقه مذاکره کردن با افراد کشورهای مختلف داره یا نه برای اینکه ما نشون دادیم که طرز مذاکره آدما در کشورهای مختلف فرق میکنه منظورم از مذاکره نگوشیت کردنه من فکر میکنم که اه، اه، کلمش هم مذاکره است اه، 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 اینا چجوری نگوشیت میکنن اینا چجوری دو گروه مختلف با هم به توافق میرسن ما کاملا نشون دادیم که مثلا در خاورمیانه عکس که مردم به این مدیرا به این مسئله مذاکره کردن دارن میتونه کاملا متفاوت باشه از طرز عمل در کشورهای دیگه و بنابراین برای اینکه یک مدیری موفق باشه باید اینو بدونه و باید بلد باشه که وقتی با روسا مذاکره میکنی چجوری چجوری عمل کنی وقتی با امریکایی یا مذاکره میکنی چجوری عمل بکنی و غیره و غیره و قسمت آخر سوشل کپیتال که ممکن خیلی ساده به نظر بیاد ولی در عمل مشکله اینه که آیا این مدیر شنونده خوبی هست یا نه آیا این مدیر قدرت این رو داره که وقتی با یکی مذاکره میکنه وقتی با یکی با آدم مختلف در کشورهای مختلف رابطه بزنسی داره هر نوع طرز کاری که داره آیا این قابلیت رو داره که وقتی یک کسی داره باهاش صحبت میکنه از یک کشور دیگه واقعا بتونه بشنوه uh, listening skills uh, و بتونه بفهمه که اون مسیجی که اون پیامی که اون آدم داره اه چیه اه در خیلی موارد اه اه ما اه نشون دادیم که اکثر افراد فکر میکنن که شنونده های خوبی هستند ولی در عمل اینطور نیست برای اینکه ش... برای اینکه یه آدمی شنونده خوبی باشه دو تا, دو تا چیز احتیاج هست یکی اینکه طرز فکرش چیه و اصلا مفهوم شنوندگی رو چجوری تعریف میکنه قسمت بعدیش یه سری تکنیکه که چه تکنیک هایی رو آدم باید انجام بده که شنونده خوبی باشه Uh, به حال, uh, خلاصش بکنم این سه بعد uh, این مفهوم گلوبال مایندست که همه خاصیت فرد هستند uh, یکی اینتלקچوال یکی سایکولوژیکال و یکی سوشال هست و ما uh, بعد از اینکه تونستیم به صورت علمی اینها رو بررسی بکنیم یک uh, پرسشنامه ای که درست کردیم uh, و به اسم Global Mindset Inventory و در حال حاضر بیشتر از 65 هزار مدیر در کشورهای مختلف این پرسشنامه رو پر کردن و مؤسسه من علاوه بر اینکه کارهای تحقیقاتی میکنه با شرکت های مختلف کار میکنه که کمکشون بکنه مدیرانشون رو تربیت بکنن سپورت بکنن که برای نقش های بین مللی آماده بشن و من خیلی خوشحال میشم که اگه سوالات دیگری هست در مورد این توضیحات بیشتری بدن خیلی هم عالی متشکرم از توضیحاتی که دادین یه سوالی که مطرح میشه راجبه این که خب اگر قرار باشه یک مدیر بیاد و یک کار رو انجام بده علالقاعده تلفن بحثی که دارین شما انجام میدین باید مدیر از جایی بیاد که مالتی کالچورال باشه یا مثلا از یک مدیر آمریکایی باید علالقاعده موفق تر باشه از یک مدیری که مثلا در چین تربیت شده این درست آیا؟ شما خیلی سوال جالبی میکنید ما نشون میدیم که بعضی فرهنگ ها فرهنگ کشور ها من اول کلمات انگلیسی شو به کار میبرم بعد سعی میکنم که فارسی شو بگم بعضی کشورها فرهنگشون تایت هست یعنی بسته است سخته این این فرهنگ ها فرهنگ هایی هستند که وقتی که بچه بزرگ میشه در خانواده یاد میگیره که تو باید یه کارهای به خصوصی بکنی طرز رفتارت باید اینطوری باشه <تصفح> پدر مادر خانواده معلما همینطور که بچه بزرگ میشه یاد میگیره که باید به یک طریق بخصوصی خصوصی رفتار بکنه و آزادی زیادی نداره به عنوان یه فرد که خودش هر کاری میخواد بکنه اینا رو بهشون میگیم um uh, uh, tight cultures uh, حالا امیدوارم شما کلمه بهتری برای این داشته باشید در فارسی uh, یک فرهنگ های هم هستن که لوس هستن یعنی شلن این uh, جور فرهنگ ها وقتی که بچه بزرگ میشه uh, یاد میگیره که uh, به عنوان یه فرد تو خیلی آزادی داری میتونی خیلی کارهایی که دوست داری بکنی و خیلی هم مهم نیست که بقیه چی فکر میکنن هر چی فکر میکنن برا خودشونه اه و اه به عنوان یک فرد تو میتونی تصمیم بگیری که خیلی کارها رو انجام بدی و حالا بقیه خوششون بیاد یا نیاد از اصلا برای تو مهم نیست اینا رو بهشون میگیم فرهنگ هایی که لوس هستن یا کلمه فارسیش فکر میکنم شل حالا اه ما تحقیقات ما نشون داده که اون افرادی که در فرهنگ های شل بزرگ میشن رشد میکنن زندگی میکنن این افراد این اینکه بتونن در نقش بین المللی موفق باشن شانسشون بیشتره احتمال موفقیت افرادی که در فرهنگ های شل بزرگ شدن بیشتره در نقش های مدیریت اما یه چیز دیگر هم من میخوام اضافه بکنم من الان تقریبا سی ساله که دارم رفتار انسانها رو مطالعه میکنم و برای من خیلی جالبه که ما انسانها چه قدرت هایی داریم و چه خواصی داریم و چقدر میتونیم فلکسیبل باشیم چقدر میتونیم خودمون رو عوض بکنیم یعنی مغز ما به انگلیسی میگیم مغز انسان پلاستیسیتی داره یعنی یه قدرت عجیبی داره که یادگیری کنه و تغییر بده رفتار بشر رو منظور من از این حرف اینه که درسته که اه 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 به طور کلی اگه صحبت بکنیم افرادی که در جوامع بسته و کنترل شده بزرگ شدن احتمال موفقیتشون کمتر از افرادیه که در فرهنگهای شل بزرگتر بزرگ شدن به طور کلی ولی این معنیش این نیست که هر انسانی که در یک فرهنگ بسته به وجود به دنیا آمده و رشد کرده نمیتونه موفق باشه ما تجربه بسیار زیادی داریم از مدیرانی که در کشورهای با فرهنگ بسته بزرگ شدن و بسیار موفقن یعنی مغزشون تونسته این اجاسمنت رو بکنه اما مسئله اینه که اجاسمنتی که یعنی تغییراتی که مغز یک شخص در فرهنگ بسته میده بیشتر وقت میبره بیشتر سخت برای اون آدم انرژی بیشتری میبره تا کسی که در فرهنگ شل بزرگ شده و ما خیلی آرم میشناسیم که در, از در, فرهنگ های شل رشد کردن ولی نمیتونن موفق باشن در کارهای علی این خاصیت فردی بشر یکی از زیباترین چیزهایی که من در مورد انسان یاد گرفتم و امیدوارم که هیچ وقت عوض نشه و به نظر من این خاصیت تک تک ماها که این قدرت رو داریم این مغزمون این خاصیت رو داره که علا رغم فشارها علا رغم مسائل مختلف میتونه خودش رو عوض بکنه و رفتار بشر رو عوض بکنه این به نظر من یکی از زیباترین خواص بشره و در واقع همکارای من در evolutionary biology ام ام کسایی که تحقیق میکنن در رابط در, رابط در, در, در بحث اینکه بشر چجوری رشد کرده در هزاران سال اونها همه اون کسایی که من باشون با کار میکنم همه به من میگن که این خاصیت بشره که ما رو از حیوانات جدا میکنه و باعث شده که ما بتونیم این قدرت رو داشته باشیم که در هر محیطی هستیم هم با محیط تطبیق بدیم هم به محیط کنترل کنیم و به نظر من این زیباترین هدیه‌ایه که بشر داره خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات جالبی که با ما به اشتراک گذاشتید خب شما راجع این ستا مشخص که به عنوان کسی که میخواد در رو رهبری بین رو انجام بده با ما صحبت کردید و این یک در واقع رفتار طبیعیه که وقتی کسی که مثلا مدیر یک سازمانی توی آمریکا از وقتی تو موقعیت جهانی قرار میگیره تمایلش در واقع اینه که از همون سبکی که استفاده میکرده پیروی کنه حالا سوال من اینه که وقتی که مردم یعنی مدیرا با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و یا میخوان به این موقعیت بین المللی مدیریت رو انجام بدن آیا دونستن اینا کافیه و یا حتی وقتی که این افراد برای این زندگی کاری متفاوت آماده شدن هنوز هم با اون کنار گذاشتن عادتاشون در میگن تلاش و مقابله هستن بله مرسی برای سوالتون ما میتونیم خیلی اطلاعات در اختیار مدیرا بذاریم بهشون بگیم که این کارا باید بشه این کارا نباید بشه این طرز رفتاره این اطلاعاتی که شما لازم دارین ولی واقعیتش اینه که اون قسمت روانی مدیرا که من صحبت کردم که ما بهش میگیم psychological capital در به عمق این مسئله سایکولوجیکال کپیتال اینه که آیا شخص آمادگی این رو داره از نظر روانی نه از نظر مغزی نه از نظر رفتاری بلکه از نظر روانی آیا این شخص علاقه داره به این قبول کردن این اطلاعات یا نه آیا این شخص علاقه داره به تغییر رفتار یا نه و ما کاملا نشون دادیم که اون افرادی که psychological capital کم دارن خیلی براشون مشکلی ممکنه باشور ترین آدما باشن ممکنه بهترین متفکر باشن ولی اگر اون قسمت آمادگی روانی رو نداشته باشن و نتونن خودشون رو ببینید ماها به عنوان انسان هر کدوممون یک شناختی از خودمون داریم یه آیدنتیتی از خودمون داریم و مثلا من نه فقط یه دونه آیدنتیتی تعداد زیادی آیدنتیتی داریم من یه آیدنتیتی مینه که استاد مدیریت هستم یه آیدنتیتی مینه که ایرانی هستم, یا اینه که هستم. یا اینه که یه آیدنتیتی مینه که امریکایی هستم یه آیدنتیتی مینه که سنم بالاست بنابراین ماها یه مجموعه ای از شناخت های از خودمون داریم حالا وقتی که ما میایم یه مدیری رو میذاریم توی محیطی که کاملا متفاوته با زندگی و آیدنتیتی این, شخص بعضی آدم ها نمیتونن این رو تحمل کنن که رفتارشون رو مجبورن عوض کنن اون شناختی که از خودشون دارن رو تغییر بدن من یه مثالی براتون بزنم چند وقت پیش من یه شرکت چینی از من دعوت کرد که برم به پکن و با مدیرای سینیور منیجمنتشون کار بکنم برای اینکه این شرکت خیلی شرکت موفقیه در چین خیلی بزرگه خیلی پول داره و برنامهش این, این بود که سرمایه گذاری بکنن در کشورهای مختلف به خصوص در اروپا بنابراین ما من باشون در چین تعداد زیادی جلسات داشتم صحبت میکردیم همین راجع به این گلوبال ماینست صحبت میکردیم که این چیه چجوریه چی بعد تصمیم گرفتیم که این گروه مدیریت رو ببریم به کشورهای مختلف اروپایی و آشناشون بکنیم با زندگی در کشورهای مختلف اروپایی و در زم مثلا رفتیم به مونیخ در آلمان و هدفمون این بود که هم راجب فرهنگ آلمانی اینا آشنا بشن هم راجب شرکت های آلمانی آشنا بشن و یک رابطه های بیزنسی شروع کنیم برای اینا بسازیم در آلمان حالا ما رسیدیم هممون به مونیخ یک گروه 15 نفر بودیم و حدود نزدیک زور بود رسیدیم دیگه همه رفتن یه مقداری استراحت بکنن بعد رفتن یه کمی خیابونا رو بگردن و اینا گفتیم که اولین جلسه رو در میخوایم با هم شام بخوریم و صحبت اولین صحبت کارمون رو انجام بدیم خب حالا ما ساعت هفت شب آمدیم در لابی هتل و میخوایم بریم یه جا با هم شام بخوریم بدون استثنا همشون گفتن که بریم رستوران چینی اوکی بریم رستوران چینی خب همه از هتل خواهش کردیم رزرو کردن رفتیم گفتن بله در مونیخ رستوران چینی فلانی هست و اینا ما رفتیم اونجا خب حالا نشستیم داریم غذا میخوریم و هرچی که سفارش دادن و اینا بعد از مثلا یه ده دقیقی که گذشت که اینا خوردن این غذای مختلف رو شروع کردن شکایت کردن که این اصلا غذای چینی نیست ایت نیست این فرق میکنه اینا واقعی نیست من بهشون گفتم آخ شما چرا انتظار دارین آمدین در مونیخ شما انتظار دارین غذای آثنتیک چینی بخورین این مسئله آیدنتیتی که میگم یعنی این یعنی عدم فلکسیبیلیتی افرادی که این فلکسیبیلیتی رو ندارن هر چقدرم که ما بهشون اطلاعات بدیم بگیم بابا اینطوری باید بشه اینطوری باید بشه اینطوری باید بشه بدنشون آمادگی رسیدن این اطلاعات جدید و اون کارهای جدیدی که باید بکنه رو نداره و اون باعث میشه که متاسفانه خیلی هاشون در کارهای بیزنسی بینرمالی شکست میخورن بهترین مدرکی که ما داریم در مورد این چیزی که من به شما گفتم این بود که در دهه هشتاد یه تعداد زیادی شرکت های ژاپنی سرمایه گذاری های عظیمی در امریکا کردن و اون موقع شرکت های ژاپنی بسیار موفق بودن خیلی پول داشتن همین چیزی که چینیا در حال حاضر دارن و اومدن در امریکا سرمایه گذاری کردن و شروع کردن این کارمندای امریکایی رو باهاشون رفتار کردن دقیقا همونطوری که با کارمندای ژاپنیشون رفتار میکردن در ژاپن و این تجربه تجربه شکستی که شرکت های ژاپنی در امریکا داشتن در دهه 80 این شده یک مثلا یه چیز تکست برای مدیرای بنومالی که اینها با اینکه بسیار شرکت های موفق ژاپنی بودن بیشترین شکست رو در امریکا داشتن ارزش سهام خودشون رو از بین بردن به خاطر اینکه اینا اومدن در کالیفرنیا گفتن همه کارمندای امریکایی ما باید مثل ژاپنیا رفتار کنن و نتیجهش متاسفانه نتیجه بسیار منفی بود مرسی خیلی ممنون حالا در یه سوال فالوآپی که من دارم اینه که با توجه به کشورهایی که شما بازدید کردید و یه در موردشون مطالعه کردید اگه بخواید یک کشور را انتخاب میکنید فکر میکنید کدوم کشور در واقع این بهترین راه انجام تجارت جهانی رو داشته و همینطور یک کشور یا فرهنگ هم وجود داشته که توی این ارتباطات جا... تجاری برتر از نظر شما آه، بله آه... اگر ما نگاه بکنیم به آماری که وجود داره در مورد کشورهای مختلف در مورد موفقیتشون در روابط بینالمللی و تجاری بینالمللی هلند یکی از کشورهایی که بسیار موفق بوده سابقه طولانی بیشتر از 100 سال داره در به عنوان یک کشور در رابط در ایجاد روابط بینالمللی و موفق بودن در این روابط کشور دیگه ای که خیلی موفق کانادا هست اینها کشورهایی هستند که اقتصاد داخلیشون محدوده جمعیتشون کمه در مورد هلند مساحتشون کمه و اینا در عرض سالها یاد گرفتن که موفقیتشون احتیاج داره به روابط بینومرالی و به همین دلیل بچه هاشون یاد گرفتن در مدارسشون مسائل بینومرالی مطرح شده و یک دید بازی در اینا به وجود اومده که براشون خیلی راحت تره که رابطه های بینرمالی به وجود بیارن و اقتصاد خودشون رو بهتر کنن از طریق این روابط بینرمالی این دو تا کشور خیلی تجربه های جالبی دارن در این مورد بله مرسی خیلی ممنون محمد جان بفرمایید اگه دکتر جان در این همهگیری کرونا شاید خیلی بیشتر با سازمان بهداشت جهانی آشنا شدیم و هر روز هم منتظر پروتکل‌های های جدیدش بودیم خیلی دوست داشتم بدونیم از دید شما سازمان بهداشت جهانی چه نقاط ضعف در حوزه مدیریتی داشت و یاد داره و اگر شما ریاست این سازمان رو به داشتی چه استراتژی های راهبردی رو در اولویت قرار میدادیم. فارغ از دور بودن بکران شما از تخصصهای پزشکی و سوال دومی که خیلی خواست این که از دید شما چه نوع رویکرد مدیریتی در مورد واکس... واکسیناسیون کرونا میتونه کارهای بالایی داشته باشه از دید جهانی منظورم هست بله البته من قبل از اینکه در این مورد صحبت کنم باید بگم که من تخصصی در این مورد به خصوص ندارم اما چیزی که ما فهمیدیم در مورد سازمان بهداشت جهانی تا اونجایی که من فهمیدم اینه که اولا این کووید یک ضربه ای بود که هیچ کشوری و هیچ سازمانی واقعا آمادگیش رو نداشت این شدت و قدرت این ویروس یک خاصیتی داشت که بعدا ما فهمیدیم هیچ گروهی نه دولت ها نه, نه سازمان های آمادگی این رو نداشتن که بتونن اکسالمل فوری نشون بدن آم، آم، یعنی منظورم اینه که دشمن اینقدر قوی بود که هیچ کسی هیچ گروهی آمادگی این رو نداشت جالب و جالب اینه که بیل گیتس در سال 2016 یه سخنرانی کرد و این مسئله رو مطرح کرد که به هر حال پندمیک در تاریخ بشر همیشه بوده و باز هم خواهد بود و اتفاقا این جمله هم گفت که هیچ کدوم ما آمادگی نداریم که با یک پندمیک بزرگ برخورد کنیم ولی به نظر من این واقعیتش بود که بروکراسی سازمان بهداشت جهانی آمادگی جوابوی این رو نداشت همونطور که دولت ها در هیچ کشوری اه نداشتن اه من امیدوارم که بعد از این که حالا انشالله بشر از شر این کووید راحت بشه به اصطلاح پست مورتم به وجود بیاد و اینا مطالعه کنن که از نظر سازمانی مسائلشون چی بود سازمان ها ملتی ها من یه برای یه ای با سازمان United Nations Development Program کار می کردم و تجربه من با این سازمان های ملتی جهانی این بود که چند تا خاصیت مخصوص خودشونو دارن یکی این که از نظر مدیریت اینا چون مجموعه ای از آدم های مختلف از کشورهای مختلف هستند. طرز مدیریت این سازمان ها بیشتر مربوط به اینه که چجوری با هم توافق کنیم تا اینکه در مقایسه با این که بهترین کاری که باید بکنیم چیه اه یعنی اه اگه شما یه سازمان رو در نظر بگیرید که یه هدفهایی داره بعد بیاد بگه اوکی حالا ما باید چیکار بکنیم به اون هدف ها برسیم این یه سازمان معمولیه ولی در سازمان های جهانی فقط این مهم نیست قسمت دیگرش که مهمه اینه که اون افرادی که تصمیم گیر, هستن اینها از کشورهای مختلفن با هدفهای مختلف درسته که مسئولیت دارن راجع به این سازمان ولی از دولتهای خودشون هم دستور میگیرن و مسائل پرایوریتی اهداف دولت های خودشون هم براشون مهمه بنابراین این گروهی که از چندین کشور دنیا اومده جمع شده و میخواد تصمیم گیری بکنه همیشه تصمیماتی که میگیره بهترین نیست برای رسیدن به هدف اون تصمیمات تصمیماتیه که اینا تونستن روش توافق بکنن با توجه به مسائل خودشون مسائل کشوری خودشون وقتی شما یه همچین سازمانی داری نمیتونه خیلی سریع عمل بکنه چون طول میکشه به توافق رسیدن بطيء تصمیم گیری در بروکراسی های بین المللی همیشه طول میکشه به خاطر همین برای اینکه هر هر کسی که رپرزنتیتیو نماینده یک کشور دیگه است اون هم باید با دولت خودش صحبت بکنه هم باید با همکاراش در این سازمان صحبت بکنه و سعی بکنه یک توافقی بین این منافع مختلف برسه و وقتی شما یه دشمنی دارید مثل کووید که با چنان سرعت عمل میکنه یک همچین سازمانی نمیتونه قدرت این رو نداره که به صورت فوری جوابگو باشه این یکی از مسائل مسئله دوم که باز مربوط به اینه اینه که تا اونجایی که ما میدونیم این ویروس از چین شروع شد حالا آیا دست بشر توش بود یا حیوان بود اوناش دیگه تهوری های مختلف است. ولی اون چیزی که همه میدونیم اینه که این ویروس شروعش از چین بود دولت چین من یه مدتی برای با رهبران حزب کمونیست چین کار میکردم و برای حزب کمونیست چین مهمترین چیز در روابط بنامالی اینه که همه دنیا ما رو از یه دید مثبت نگاه کنه. همه دنیا ما رو فکر کنن که ما یک دولت خیلی خوبی هستیم خیلی،, خیلی, کمک میکنیم به همه جای دنیا یعنی شهرت دولت چین در دنیا اگر مهمترین هدف نباشه جزو سه تا مهمترین هدف حزب کمونیست چینه خب حالا این ویروس از چین شروع میشه حزب کمونیست چین خیلی براش مهمه که شهرت بینالمللیش از بین نره یا تغییر نکنه حزب کمونیست چین پول فراون داره سازمان بهداشت جهانی یکی از سازمانهایی که دولت چین هم دخالت مستقیم توش داره هم نماینده داره هم پول فراون داره حالا اینجاست که اون گروهی که باید با هم به توافق برسن و تصمیم گیری بکنن و برنامه ریزی بکنن در مورد ویروس قدرت و سرمایه حزب کمونیست چین میاد وسط که چجوری ما عمل بکنیم با توجه به اینکه یه چیزی نگیم یا یه کاری نکنیم که دولت چین بهش بر بخوره یا اکسان بد نشون منفی نشون بده اینا یعنی من دارم سعی میکنم مسائل داخلی مدیریتی این سازمان بینرمالی رو توضیح بدم به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی یه مقدار زیادی اه، 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 گرفتار شد گرفتار این مسائل مدیریتی داخلی شد و متاسفانه در اون موقع دولت امریکا وقتی که ترامپ سر کار بود دولت امریکا عکس که به این نشون داد این بود که اصلا ما میریم بیرون انقدر ما با این کارهای شما مخالفیم که میریم, میریم بیرون در حالی که در اون شرایط مهمترین عکس عمل برای دولت امریکا و دولت های غربی این بود که چجوری ما سپورت کنیم این سازمان رو که بتونه وظیفهش رو انجام بده متاسفانه امریکا کشید کنار و اون خودش باعث شد که مسئله قدرت چین تازه هم شد و مانع درست کرد در راه سازمان مدیریت سن... سازمان بهداشت جهانی برای اینکه بتونه کارش رو انجام بده همه اینا به کنار کووید بسیار مشکل عظیمی هست از خودش یعنی این ویروس انقدر مسائل بزرگی داره که یعنی حتی بهترین امکانات هم فراون در وجود داشت باز هم گرفتاری پیش می اومد ولی این خیلی بدتر شد وقتی که این مسائل داخلی سازمان بهداشت جهانی هم اضافه بر درآمد شد برها این برداشت من از مسائلی که این سازمان داشت ممنون مرسور عزیز بابت توضیحاتتون محمود جان برمیگردیم به شو. مرسی دوستان مرسی منصور،, منصور جان که از خیلی خوب سوال و پاسخ دادید و کامل من یکی از سوال های رو که آدیانس پرسیدن میپرسیم و بعد میریم سراغ دوستانی که رو سیش هستن آزیدا جان جان و هم جان یه سوالی که پرسیدن در مورد مدیریت نوآوری هست اینویشن منیجمنت یکی از دانشجوها پرسیدن پرسیدن که به دانشجویان رشته مدیریت نوآوری چه توصیه‌ای دارید و آینده این رشته رو چطور میبینید و کلن چه تاپیک هایی در این حوزه مهمتر می‌دونید بسیار خوب مدیریت نوآوری در چند سطح مطرحه یکی اینکه چجوری آدم آدم های افراد نوآور و کریتیو رو پیدا بکنیم افراد یعنی در سطح فرد چجوری افراد نوآور رو پیدا بکنیم استخدام بکنیم و نگهشون داریم یعنی موتیویتشون بکنیم و امکاناتی که لازم دارن در اختیارشون بذاریم تا بتونن اون نوآوریشون رو باز کنن و ازش بهره ببرن هم برای شخص هم برای سازمان یکی در این سطح سطح دومش در سطح گروه تیمز چجوری ما چجور رهبری تیم به وجود بیاریم و چه امکاناتی در اختیار تیم بذاریم و چه سیاست های سازمانی انجام بدیم که تیم هایی که داریم در قسمت های مختلف شرکتمون سازمانمون بتونن با هم کار بکنن و موفقیت به وجود بیاره یکی از مشکلات بزرگ تیم در سازمان ها اینه که ما میدونیم که اگر یک تیم تشکیل شده باشه از افرادی که با هم متفاوتن بکرانداشون فرق میکنه تجربهشون فرق میکنه تخصصشون فرق میکنه اگه ما یه تیمی درست کنیم از این گروه دو نتیجه خواهیم داشت یک نتیجه اینه که تیم خیلی موفق خواهد بود و نوآوری خواهد کرد یک نتیجه اینه که تیم بسیار شکست خواهد خورد و از بین خواهد رفت حالا سوال اینه که خب پس فرق اینا چیه چی باعث میشه که آیا این تیمی که دیورسیتی توشه و اختلاف تفاوت تخصص بکگراند و همه اینا هست فرقش چیه که یه موقع موفق میشه یه موقع کاملا شکست میخوره جوابش اینه که این موفق ترین گروه های نوآور ما میدونیم تحقیقات در این رشته شده نشون میده که موفق ترین گروه های نوآور گروههایی هستند که میزان تفاوت در داخلشون خیلی زیاده ولی چیزی که باعث میشه این تفاوت ها نتیجه مثبت بده نحوه مدیریت اون تیم و این که چجوری سازمان و رهبر تیم این تفاوت ها رو میفهمه و چجوری, می... چجوری رفتار میکنه که بتونه این تفاوت ها نتیجه مثبت بده به جای اینکه نتیجه منفی بده دو سال پیش سازمان ناسا در امریکا از من خواست که یک آنلاین کورس درست بکنم راجع به این مسئله مدیریت تیم هایی که تفاوت داخلیشون خیلی زیاده دلیل اینکه این ناسا این پروژه رو میخواست من انجام بدم این بود که همطور که همه میدونن ناسا خب تعداد زیادی پروفسورها ها متخصصین مختلف با سوابق مختلف رو میذاره توی تیم پراجکت اینها رو این پروژه ها رو این افراد مثلا بایولوژیست ارث ساینتیست فیزیک اتمی این, این گروه ها رو درست میکنن در ناسا و اینا رو متق... وظیفهشون به یک پروژه بهشون میدن که روش کار کنه مثلا پروژه‌ای که من شخصا عضوش شدم پروژه به اسم سایکی پروگرام به هر حال ناسا متوجه شد که اینا میان این افراد بسیار مطلع متخصص و موفق رو میذارن تو این پروژه, پروژه تیمها ولی این تیم ها به اون سرعتی که باید نوآوری نمیکنن علاوه بر این مسائل داخلی خیلی زیادی پیش میاد بین این, این ها و ناسا به این نتیجه رسید که ما باید واقعا این متخصصا رو یه مقداری کمکشون بکنیم و یه راهی پیدا بکنیم که این گروه هایی که اینقدر تخصص توشونه Uh, ولی به خاطر تفاوت که هست بین تخصصاشون و بکراندهاشون uh, نمیتونن با هم خیلی راحت کار کنن uh, uh, به همین دلیل من یه کورسی رو درست کردم uh, که اسمش هست Inclusive Mindset uh, و این کورس آنلاینه uh, و ناسا uh, بعد از اینکه uh, با این کورس تجربه داشتن در داخل سازمان و راضی بودن از اون تجربه این کورس رو به صورت مجانی در اختیار دنیا گذاشتن یعنی دوستانی که الان با ما هستند و علاقه به این مطلب دارن میتونن این رو چک بکنن در وبسایت اریزونا استیت یونیورسیتی این این کورس هست به اسم inclusive مایندست و هیچ هزینه ای نداره و با به وجود آوردن رهبری به خصوص و کمک کردن به پروسه هایی که این افراد داخل تیم با هم کار میکنن از این راه میشه از اون تفاوت ها بهترین استفاده رو کرد و باعث موفقیت نوآوری گروه شد و این تجربه که ما در ناسا داشتیم واقعا تجربه بسیار جالبیه و همونطور که شما میدونید مسئله نوآوری در یه سازمانی مثل ناسا خیلی مهم، خیلی مهمه. به همین دلیل پیدا کردن اون طرز مدیریت، روش های مدیریت این تیم و افرادی که توش هستن و کمک کردن به اون افراد از این نظر که بفهمن که اوکی شما متخصص فیزیک اتمی هستی شما داری با یک کسی کار میکنی که متخصص خاکشناسیه چطوری با هم کار بکنید چه با چه زبونی با هم صحبت بکنید و چجوری به هم احترام بذارید اینا رو وقتی که اون مدیر تیم بتونه اگه بتونه خوب این رو پیاده بکنه شانس موفقیت تیم خیلی خیلی میره بالا ولی اگه مدیر تیم نتونه این تفاوت ها رو به این صورت ازش استفاده بکنه چیزی که پیش میاد اینه که افراد داخل گروه از هم جدا میشن و اون تراست اعتمادی که باید داشته باشن از بین میره علاقه ای که باید داشته باشن به همکاری با هم دیگه از بین میره و خیلی خیلی مسائل دیگه که باعث متاسفانه شکست تیم میشه بنابراین سطح دوم مدیریت نوآوری در سطح تیم و how to manage diversity to create innovation چجوری از تفاوت ها رو باهاش برخورد بکنیم که بتونیم نوآوری به وجود بیاریم در سطح تیم سطح سوم این سوال در سطح سازمانه و در یک مثلا در یک شرکت چه فرهنگی در سازمان باید وجود داشته باشه فرهنگ سازمانی organizational culture چه جوری ما میتونیم یه فرهنگی درست بکنیم که حمایت کنه از نوآوری افراد از نوآوری تیم ها مثلا شرکت هایی که فرهنگشون خیلی سیاسیه یعنی اینترنال پالیتیکس شرکت هایی که فرهنگشون علاقه شدیدی به موفقیت نداره موفقیت سازمانی شرکت هایی که فرهنگشون اجازه میده به افراد که خیلی هم کارشون رو جدی نگیرن اینجور فرهنگ های سازمانی مانع موفقیت نوآوری در سطح فرد و در سطح گروه میشن بنابراین در سطح سازمانی سوال اینه که چه, چه نوع فرهنگ سازمانی موفقیت نوآوری رو حمایت میکنه و چه قدم های مدیریت سازمان باید برداره در, در رده سینیور منیجمنت چه قدم رو مدیریت سازمان باید برداره که یک همچین فرهنگی رو به وجود بیاره و اینم بگم که تغییر فرهنگ سازمانی کار ساده ای نیست خیلی رئیس شرکت ها خیلی رهبران شرکت ها علاقه دارن که فرهنگ سازمانشون رو عوض بکنن ولی این این کار به سادگی انجام نمیشه و طول خواهد کشید و واقعا یکی از چالش های بزرگ مدیریت سازمانی تغییر فرهنگ سازمانی بنابراین سه, سه سطح و هر کدوم این سطح ها تحقیقات خودش رو داره متخصصین خودشو داره و لیترچر خودش رو داره به هر حال امیدوارم که این جواب کمک کرده به کسانی که این سوالو داشتن مرسی از پاسخ شما ممنونم آزیتای عزیز خیلی خوش اومدید ممنون که که خودتو معرفی کنید و سوالات فکر کنم میکروفونتون مشکل داره میتونید اتاق رو ترک کنید و مجددا وارد بشید میریم سراغ افت عزیز و بعد آزیتا هستی شما سوشید. بهتر شد بخنم. مرسی خیلی متشکرم معذرت میخوام مایکروفونم باگی بود من دکتر جویدان چقدر خوشحالم که شما رو تو این, ما... تو این محیط میبینم من اتفاقا سال 2004 این کتابی که نوشته شد ادید کرده بودین شما با چند نفر دیگه Culture Leadership and Organization بعد ریویو میکردم و برای اولین بار با این کار شما آشنا شدم چون تا اون موقع بیشتر گیرت هافستد و کارهای گیرت هافستد در باید صحبت میکردم و الان هم که درباره تیم ورک گفتین و نحسا و اینا یاد دیسرتیشن هم, هم من انداختین چون من همون بیشتر در مورد این بود که ریسورس هایی که این اشخاص استفاده میکنن توی بایو تکنالوجی نانو تکنالوجی، چجوری به تیم ورک کمک میکنه یعنی که خیلی چیزایی که گفتین من ازش استفاده کردم و از شما متشکرم کرم. در حال حاضر من کاری که تدریس میکنم بیشتر در مورد اخلاقه. اخلاق و مهندسین و شاگردهایی هستن که خب graduate level و undergraduate level و یه چیزی که شما در صحبت کردین که من خیلی دوست داشتم شما در این مورد این مقدار توضیح بدین این مسئله identityه همینطور که گفتین من خب professional identity دارم به عنوان یه پروفسور یا مثلا identity دارم به عنوان یه چه میدونم خاله یه نفر هرچی هرچی و وقتی که شما در مورد منیجر صحبت میکنین منیجری که میره یه کشور دیگه ای کار میکنه اینترنشنال cross cultural وقتی مسئله اخلاق میشه و این مسئله چالنجر نسا بود و اینه که آیدنتیتی یک مهندس و آیدنتیتی یک منیجر و چطور این شخص میتونه مهندسی که باید کارش شفافی پرس، 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 پرسیژن و اینجور چیزهاست و اینه که سیفتی اولین چیزی که در مورد کود آف اتکس صحبت میکنیم چطوری میتونه این آیدنتیتیش رو عوض بکنه و تصمیمی که میگیره از نظر یه تصمیم منیجر باشه و این آیا آسون سخته هر چیزی که شما فکر میکنین که مهم اکسپریینسی که داشتین شما در این مورد اگه بتونین در از توضیح بدین خیلی متشکرم میشم مرسی من آزیتا هستم خیلی ممنون آزیتا جان خیلی ممنون از علاقتون به این رشته و به این تاپیک و ریویوتون از،, از کتاب خیلی خوشحالم که شما این،, این،, این کاری که من و همکارام کردم ازش استفاده کردید و باش آشنا هستید خیلی ممنون هستم سوالی که شما در مورد آیدنتیتی کردید و آیدنتیتی یک مدیر در مقایسه با آیدنتیتی یک مهندس و چجوری یک مهندس میتونه آیدنتیتیش رو عوض بکنه یا علاوه بر آیدنتیتی مهندس آیدنتیتی مدیر رو هم اضافه بکنه روش این خیلی سوال جالبیه و من خودم رابطهش خودم شخصی خودم رو دارم برای اینکه من همونطوری که گفتم من تحصیلات مهند... undergraduate هم در مهندسی در ایران در دانشگاه صنعتی شریف فعلی یکی از اون چیزهایی که اون موقعی که من دانشجو بودم و درس های مهندسی رو می گرفتم در کل دوره ما دو تا درس راجع به مدیریت بود آفر می شد که من اونا رو گرفتم چیزی که برای من خیلی جالب بود البته اون موقع که من خودم یه جوانی بودم و دقیقا متوجه نمی شدم اما اون ماینستی که دانشجوهای مهندسی ماها پیدا می کردیم در تحصیلاتمون و در تجربه ای که داشتیم با دانشجوهای دیگه و اینا این بود که مدیریت یه کمی سطحش پایین تر از مهندسیه و ماهایی که در رشته های مهندسی هستیم سامها به یه طریقی طرز فکرمون بهتر از طرز فکر مدیریت و آدمایی که در رشته های مدیریت هستن و یک نقطه نظر یک کمی ضعیفتر داشتیم نسبت به مبحث مدیریت چرا برای اینکه دانشجوهای مهندسی یاد میگیرن چجوری با عدد کار کنن همه چی کوانتیفای میشه فرموله میشه Uh, و uh, دانشجوهای مهندسی یاد میگیرن که یک طرز فکر کال uh, سیستماتیک پیدا کنن که خیلی مهمه باعث موفقیت مهندس ها همینه این uh, کیفیت و این uh, قابلیتی که در مهندس به وجود میاد که uh, وارد مسئله به صورت عمیق و تکنیکی و کوانتیتیو بشن مدیریت کاملا برعکس این مسئله است من یادمه که یکی از استادای مهندسی ما در اون دانشگاه همیشه یه مسئله به ما میزد میگفت شرایط زمانی و مکانی در علم مهندسی اثری نداره و شما وقتی که میخواین پل بسازین فرمولش اینه در مدیریت شرایط زمانی و مکانی کاملا در همه چی اثر داره فرهنگ بشر سابقه بشر بعدم مدیریت معنیش اینه که چجوری افراد رو کمک بکنیم جهت بهشون بدیم حمایت ازشون بکنیم امکانات در اختیارشون بذاریم و تمایل درشون به وجود بیاریم موتیویتشون کنیم هیچ کدوم اینا با عمل با عدد انجام نمیشه ممکنه بعضی ها فکر کنن و این خیلی بده ولی به نظر من این یکی دوباره یکی از زیبایی های بشره که ما نمیتونیم تمام رفتار بشر رو کوانتیفای بکنیم خب حالا مهندسی که یک همچین ترینینگ داره مثل خود بنده من وقتی که مهندسی رو تموم کردم و آمدم دوره ام بی رو شروع کردم واقعا برام یه مدت تقریبا یه شیش ماهی طول کشید تا بتونم از این مسئله رد بشم یعنی بفهمم که این تخصصی که من الان دارم میگیرم که در رابطه با انسان هاست کاملا متفاوته با تخصصی که در دوره مهندسی گرفتم و هم از نظر فکری هم از نظر احساسی چیز ساده ای نبود یک همچین تغییری حالا یه مهندسی که اون, اون آموزشو داره ده سالم کار کرده به عنوان مهندس و خیلی موفق بوده کارهای بسیار جالبی کرده در اون تخصصی که داره حالا میان این آدم رو میگن خب شما چون خیلی مهندس موفقی هستید ما میخوایم شما بشید مدیر مهندسا یا مدیر یه بخش یعنی پروموت میشه این آدم به نقش مدیریت یک همچین آدمی با یک همچین بکراند خیلی براش ساده است که با انسان ها مثل ماشینا رفتار کنه و همون تکنیکایی که یاد گرفته خیلی لاجیکال خیلی مثادیکال آم بخواد با افراد دیگه عمل کنید یکی از چیزهایی که این شخص در این نقش یاد میگیره اینه که آدما واقعا با ماشین فرق دارن و عکسالعملشون فرق داره علاوه بر اون آدم اول با آدم دوم کاملا فرق داره یعنی تمام اون تخصص و طرز فکری که باعث موفقیت یک مهندس میشه بعضی وقتا باعث مشکل میشه در نقش مدیریت برای اینکه این آیدنتیتی ها کاملا متفاوته و البته خیلی از مهندس ها بسیار آدم های سمارتی هستن و یاد میگیرن بالاخره متوجه میشن که چجوری باید تغییر داده بشه ولی این تغییر هم یک تغییر فکریه هم یک تغییر احساسیه و ممکنه برای بعضی آسون باشه ولی برای اون آدمایی که من باهاشون در تماس بودم در زمینم بگم در مورد دانشمندا هم ما همینو در ناسا تجربه کردیم که وقتی که یه دانشمندی میاد میشه مدیر یک پروژه واقعا باید سپورتش کرد و با، باید کمکش کرد که این ترانزیشن رو انجام بده برای اینکه این ترانزیشن اتوماتیک نیست و برای خیلی آدما سخته امیدوارم که جواب من به سوال شما سوال شما رو ادرس کرد خیلی متشکر خیلی ممنون من اگر شما وقت داشته باشین خیلی دوست دارم در این مورد بعد از این اتاق یا هر وقت که شما وقت داشته باشین صحبت بکنم صحبت بکنم ولی و این تمام این حرف یک خیلی متشکر و خیلی میگم کمک کرد من بیشتر مقصدم مقصدم چیز اتکسه و اگه شما مثلا همون نسا رو نگاه بکنین این باعث شد که اون شخصی که تصمیم گرفت که این اورینگ باعث ممت... انفجار این چالنجر میشه منیجمنت دیسیژنش این بود که با این حال این, این موشک انفجار پیدا کرد و اگه شما یک کلمه یا یه سنتنس یا دو تا سنتنس داشتین که من بتونم مثلا با شاگردایی که الان انجینیر هستن و میرن به این منیجمنت رول از نظر اخلاقی شما <تصفح> نظرتون چیه چه, چه چیزی میتونم من به اینا بگم که چه شکلی میتونن آیدنتیتیشون رو بالانس بکنن که وقتی یه نفر بهشون میگه از نظر منیجمنت برو و من کاری ندارم که هفت نفر میمیرن یا امکان داره یه شهر نابود بشه از نظر مهندسی چطوری میتونن پرسوید بکنن اون رول منیجمنتشون رو که نه این نباید اینطور بشه به خاطر اینکه سیفتی نمبر وان پرایورتیه من بیشتر مقصدم این خواهش میکنم آم، 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 من سه تا مثال میزنم بعد سعی میکنم مطلب شما رو راجبش صحبت کنم یکی همین چلنجره که شما گفتید که در اینا او uh, رینگ رو میدونستن و میدونستن که ام، امکان این مشکل یک همچین دیزاستری هست ولی این کار رو کردن این یکی دومی ایرباس یک ای منیفکشنگ یعنی تو، سیستم تولید هواپیما رو عوض کرد یعنی سافتویر پروگرامی که استفاده کردن جد، کاملا جدید بود یعنی واقعا یه نوآوری در این صنعت بود و میدونستم که ریسکاش چیه ولی این کارو کردم و نتیجهش این شد که ایرباس a 380 دو سال تاخیر داشت هزینه های عجیب و غریبی به وجود اومد دو تا سی ای او عوض کردن دو تا رئیس شرکت رو عوض کردن به خاطر این مسئله مثال سومی که میزنم بوینگ وقتی که 737 و ببخشید 787 رو شروع کردن ساختن همون تکنولوژی که ایرباس از ازش استفاده کرد استفاده کردن تمام مشکلاتی که ایرباس باهاش برخورد کرد اینا میدونستن همون کار رو کردن همون مشکلات هم داشتن 787 دو سال تاخیر داشت دقیقا همون مسئله تکرار شد خب حالا این سه تا مثال حالا برگردیم به سوال شما چرا این افرادی که اینقدر تخصص دارن اینقدر برجسته هستن اینقدر موفق هستن Uh, و اینا تمام این کسایی که این تصمیمات رو گرفتن بکراند uh, تخصص تکنیکی مهندسی uh, داشتن نه اینکه نه اینکه اینا آدمایی بودن که نمیدونستن چیکار دارن میکنن نه میدونستن دارن چیکار میکنن uh, دو, uh, بنابراین سوال اینه که چی باعث میشه که یک همچین های اتفاق بیفته uh, یکیش uh, مسائل پلیتیکال داخل سازمانه که به هر دلیل تصمیم گیرنده ها به این نتیجه میرسن که این ریسک قابل تحمله وقتی که به, به این نتیجه برسن که این ریسک قابل تحمله شروع میکنن جاستیفای کردن یعنی شروع میکنن داستان رو عوض کردن و یه طوری داستان رو مطرح میکنن که ایتس اوکی okay. میشه این کار کرد و بقیه هم میکشن با خودشون یعنی همون مهندسایی که همون تخصص و تجربه رو دارن گرفتار داستانی میشن که خودشون میسازن در مورد این تصمیم Uh, ولی اه, اون چیزی که باعث میشه اینا این داستان رو بسازن یه دلیل مهمش این مسائل سیاسی داخلی سازمانه اه, یه سری آدم های پرقدرت میان وسط و فشار میذارن که این کار بشه اه, یا مس... مسائل مربوط به ددلاین دارن به هر حال به هر دلیل فشار میذارن که این کار بشه با اینکه میدونن ریسکش چیه ولی داستان درست میکنن که اون ریسک رو محدود کنن یه دلیلش اینه اما یه دلیل دیگه هم وجود داره به خصوص که برای همین اون دو مثال ایرباس و بوینگو زدم دارم دنبال کلمه فارسیش میگردم ایگو هیبرس Uh, ما انسان ها uh, خیلی خاصیت های خوبی داریم ولی یه سری خاصیت های بد هم داریم یکی از خاصیت های بد ما اینه که اگر سال های سال موفق باشیم هر کاری که بکنیم موفق بشیم این به ما با، نشون میده که وا ما واقعا خیلی آدم های خوبی هستیم خیلی واردیم خیلی متخصصیم خیلی میدونیم چی کار داریم میکنیم و وقتی که به اون حالت برسیم هم به عنوان فرد هم به عنوان سازمان سازمان در و دیوارش که مهم نیست آدمایی که توشن مهمه اه وقتی که من به این نتیجه برسم که هم هر کاری من بکنم بهترین خواهد بود شرکت ما اینقدر مهمه و اینقدر قویه که هر تصمیم ما بگیریم بهترین تصمیمه وقتی که سازمان و تصمیم گیرنده ها یک همچین برداشتی از خودشون داشته باشن که یه ما یه همچین قدرتی داریم متاسفانه شروع میکنن یه سری تصمیم هایی میگیرن که ریسکش زیادتر میشه هرچقدر من فکر کنم که بهترینم در دنیا آمادگی من برای گرفتن ریسک بیشتر بیشتر میشه و این باعث میشه که هی میریم جلو و تصمیماتی رو میگیریم که بالاخره یه جا نشون میده که نخیر اون ریسکی که گرفتیم زیادی بود و مشکلاتی که اصلا فکر نمی کردیم به وجود من من برای شما بگم اون موقعی که بوین داشت تصمیم میگرفت که با 787 تکنولوژی تولیدش رو فاینالایز بکنه من باشون کار میکردم ما دونه دونه نگاه کردیم به مشکلاتی که ایرباس داشت و با این وایس پریزیدنت های بوینگ که من کار میکردم من وقتی که اینا رو بهشون میگفتم همشون یه جواب داشتن جوابشون این بود او oh, اونا ایرباس اونا اروپایی هن نمیدونن چی کار ما بوینگ we know what we're doing این این خودبینی نمیدونم این کلمه دقیق فارسیش چیه ولی این خاصیت بشر متاسفانه وجود داره و باعث میشه که ما یه تصمیمایی بگیریم که نتایج خیلی منفی داشته باشه برای ما internal politics and ego those are the two drivers خیلی متشکر خیلی ممنون از وقتتون و از وقت همین این اتاق هستن من خیلی خوشحال میشم که ما این رابطه رو ادامه بدیم و این صحبت رو ادامه بدیم در آینده منم به همچنین خیلی متشکر و, و, خیلی خوشحال خیلی ممنون بسیار عالی مرسی آزیتا جان عفت عزیز خیلی خوش اومدید سوال شما رو میشنویم و بعد که از سالهای اسلایدر رو میپرسیم من سلام عرض میکنم و اولا خیلی ممنونم از موضوع خیلی مهمی که انتخاب کردین و همینطور خیلی ممنون از جناب پروفسور خیلی صحبتهایی که کردین برای من شخصا خیلی خیلی مفید بود من فقط خدمتتون بگم که نوع کاری که ما انجام میدیم نوع مدیریت ما بیشتر گروههایی رو درگیر میکنه که توی شرکت های خیلی متفاوتی هستن یعنی نوع پروژه هایی که ما باید انجام بدیم نیاز به مدیریت غیر متمرکز داره یعنی شر... گروه به سلام ما بهش میگیم سیارو کانترکت ریسرچ ارگانیزیشن هایی رو باید استخدام بکنیم که یه سری پروژه رو برامون انجام بدن و خب کارا کارا بیشتر کارای خیلی علمی هست یعنی اون قضیه اینتلیکچوال رو من خیلی خوب میتونم بفهمم با توجه به نگاه کردن بکگراند یا تخصص هایی که دارن ولی همیشه مشکلی که ایجاد میشه اون مسائل مربوط به نرمه مسائل مربوط به که شما خیلی خوب بهش اشاره کردین من خاطرم از اون موقعی که باید مدیریت فارما میگذروندم مجبور شدم یه سری کورس تو زمینه اینترنشنال بیزنس گلوبال بیزنس اینا هم بگذرونم همون کتاب مشهور تکسبوک مشهور پنگ اینا اونجا هم خیلی توصیه روی این زمینه بود که به نرمای هر کشور دقت کنین به این وقتی یه پروژه رو یه کاری رو میخواین شروع بکنین که درگیر میکنه آدمایی را کشورهای متفاوت اون نرما رو همیشه بفهمین اینو من تو تئوری میفهمم ولی تو عمل ام، ام، چون با گروه های خیلی مختلفی باید کار کنم که از کشورهای متفاوتن به خصوص تو بیزنس ما که از نظر به اصطلاح هزینه انجام پروژه از یک کشور به یک کشور دیگه خیلی خیلی متفاوته و خب من باید تصمیم های مهمی بگیرم بگم که مثلا این پروژه رو به این سی آر او این کانترکت ریسرچ اورگانایزیشن خاص بدم که مثلا توی چینه مثلا توی هنده مثلا توی ژاپن یا مثلا توی اروپا اینو من با گذشت زمان این ده سالی که کار مدیریت رو انجام میدم خیلی دستم اومده که از زمین تا آسمون با هم متفاوتن همونطور که شما گفتین و تو عمل وقتی که میخوام توصیه های شما رو به کار ببرم یا توصیه های پنگا خیلی با مشکل مواجه میشم و یه مشکل بزرگ دیگه هم که ایجاد میکنه اینه که با گذشت زمان آدم وقتی که به اصطلاح با یه پیش زمینه خاصی توی جلسه با یه گروه میره اون پیش داوری هاش، مثلا یه گروه چینی یا یه گروه هندی اون چیزهایی که با گذشت زمانی راجع به اون فرهنگ یاد گرفته پیش داوری هاش تو تصمیمایی که میگیره اثر میذاره و آیا من خودم مطمئن نیستم واقعا اینقدر توجه کردن به عرف واقعیتش اینه که آدم نمیتونه به بسا بادم لاین رو بفهمه نمیتونه انقدر خوب اون فرهنگ رو درک کنه که ببینونه اثر اون فرهنگ الان رو, رو پروژه من چیه تو تصمیمی که من میخوام بگیرم چیه و در نهایت یه اثر بایاس برای من ایجاد میکنه چون با یه پیش زمینه میرم جلو مثلا با این گروه هندی میخوام این پروژه خاص فارما رو پیش ببرم و با دانشی که از به اون فرهنگ من به دست آوردم خیلی وقتا تصمیم گیریم عوض میشه یعنی تصمیم نهایی ممکنه این بشه که از این پروژه به اون گروه ندم فقط به خاطر این بکگراندی که ایجاد شده یعنی عملا اعتماد من به اون گروه کمتر شده یه جورایی من خواستم تو این زمینه بگیر به خصوص کسایی که مجبورن تصمیم های اینترنشنال بگیرن در سطح مدیریت که پروژه هایی رو اساین بکنن به یه گروه های خاصی این چه توصیه به شخصی مثل من دارید خیلی ممنون میشم اگه راه نمایی فهم میکنم خیلی ممنون از سوالتون سوال و مطلبی که شما مطرح کردید یه دلیل بزرگیه که این سی سال گذشته من وقتم راجع به این مطلب گذاشتم برای اینکه اون چلنجی که شما باهاش روبرو هستید مسئله که خیلی،, خیلی 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 مدیرا در همه جای دنیا باهاش روبرو هستن حالا قبل از اینکه من جواب بدم یه سوال کوتاه از شما داشتم چند تا کشور برای شما مهمه یعنی این گروه های سیاروی که دارید در چند تا کشور هستند ببینید توی فیل فارما هند مثلا خیلی مهمه برای من چین مهمه و اروپا حالا چند تا از کشورهای اروپایی ولی حالا بزنید تمرکز کنیم روی هند و چین Okay. و مشکل بزرگی که من پیدا می کنم مشکل اعتماده در نهایت yeah. Yeah. یعنی ببینید آدم بی، بی، اینا تو فرهنگشون به اصلا ترانسپرنس بودن یا چجوری بگم سخت آدم بفهمه چقدر اینا حقیقت رو دارن میگن و وقتی که شما میخواین یه پروژه سنگین رو بدید دستشون شما میخواین داده مهم از اینا بگیرید داده ای که میخواین اعتماد پیش بکنید به FTA ثابت بکنید من خیلی مشکل ایجاد میشه یعنی از نظر به اصطلاح هزینه پروژه خیلی از کمپانی های بزرگ فارما میرن تو این کشور و کارشون رو انجام میدن خیلی هم موفقن ولی من وقتی که میام میشینم تو این جلسات مختلف احساس میکنم که شاید من زیادی توجه میکنم به این قضیه شاید نباید اینقدر توجه بکنم ده من در عمل میبینم کمپانی های بزرگ فارما خیلی توی, توی هند توی چین خیلی پروژه ها رو پیش میبرن داره. من مشکل اعتماد دارم بله خب حالا من یه, یه چند تا ام. پیشنهاد به شما میکنم uh, بعد یه کمی راجب به این موضوعتون صحبت میکنیم um, اولین پیشنهاد من به شما اینه که uh, من یک کورسی آنلاین درست کردم um, که اسمش هست Communicating and Negotiating in a Global Context Communicating and Negotiating in a Global Context آنلاین نو uh, no cost, uh, free of charge uh, uh, من فکر میکنم اگر شما این کورس رو بگیرید یه قسمت هایش uh, خیلی uh, برای شما کمک بکنه uh, حالا uh, uh, موضوع دیگه ای که میخواستم به شما بگم اینه که اون حرفی که شما زدید که آیا اصلا این عملی هست که یه کسی بتونه به صورت عمیق فرهنگ یک کشور دیگر رو بشناسه جواب من اینه که این امکانش هست که یک کسی تا اونجایی فرهنگ یک کشور رو بشناسه که بتونه باهاشون کار بکنه فرق هست بین این دوتا ما علاقمون به مطالعه فرهنگ های کشور اینه دلیلش اینه که میخوایم کمک کنیم دانشجوامون و مدیرامون و که بتونن با افرادی در کشورهای مختلف با موفقیت کار کنن حالا من میخوام یکی دو تا مثال برای شما راجع به هند بزنم این تحقیقاتی که ما در هند کردیم ببینید ما وقتی فرهنگ یک کشور رو میخوایم مطالعه کنیم اول از خودمون میپرسیم که خب چه قسمت این فرهنگ رو میخوایم مطالعه کنیم چون همونطوری که شما میدونید فرهنگ یک کشور که چیز ساده ای که نیست مثلا غذایی که مردم میخورن یا جوکایی که مردم میگن اینا همه قسمتی از فرهنگشونه ولی ما چون پروفسورای مدیریت هستیم علاقه من به اون قسمت از فرهنگه که برای مدیرای مثل شما نتیجه آور باشه ما کمک بکنه حالا بریم سر سراغ فرهنگ هندوستان میخوام چند تا مثال براتون بزنم که یک کمی یک به پنجره ای برا برای شما باز کنه که چرا این آدمایی که شما باشون کار میکنید باعث شده که شما مشکل اعتماد داشته باشید ام ام یکی از خواص فرهنگ هندی که ما ایرانیا احتمال اتفاقا باش آشنایی داریم مسئله اینه که تا چه اندازه یک فرهنگی هایرکیکال هست یعنی قدرت قدرت چجوری در یک فرهنگ پخش در یه جامعه پخش شده مثلا قدرتی که پدر مادر راجع به بچهشون داره چیه قدرتی که یه مدیر راجع به کارمندش داره چیه قدرتی که یه معلم راجع به دانشجوش داره چیه در یه کشوری مثل هندوستان این قدرت خیلی زیاده یعنی هرچی که شخص تیترش بالاتر باشه یا اگه مثلا معلم باشه دانشجو باید صد درصد احترام به معلم بذاره بچه باید صد درصد احترام به پدر مادرش بذاره هرچی پدر مادرش بگه باید بگه, بگه چشم باید انجام بده دخالت نکنه فضولی نکنه کارمند به اه، رئیسش سوال نکنه چلنج نکنه مخالفت نکنه اینو ما به انگلیسی بهش مییم hierarchical یا power distance وقتی که شما با کسی کار میکنید که در یه همچین فرهنگی هست و شما به عنوان کارفرما هستید اون افراد خیلی خیلی مواظبن که چه اطلاعی به شما بدن و چی بکنن که باعث اه باعث مشکل با شما نشه یعنی کارمند هندی شما یا اون یارو رو پروژهی که شما میخواید بهش بدید میدونه که یه کاری رو نمیتونه بکنه در اون ددلاینی که شما دارید ولی به شما میگه من میتونم بکنم چرا؟ برای اینکه از نظر دید اون اگر من به کارفرما یه جواب منفی بدم باعث میشه که نتیجه منفی واسه خود من داشته باشه بنابراین در فرهنگ هایی که خیلی هایرکیکال هستن مدیرا یا کارفرما یا کلاینت ها هیچ وقت they don't get the full picture اون چیزی رو دریافت میکنن که از نظر زیردستی مثبت خطر واسه اونا به وجود نمیاره این اون صحبتی که شما کردید تا اونجایی که من فهمیدم این یکی از مشکلاتیه که شما دارید که اون افرادی که در هندوستان شما باشون کار میکنید به خاطر فرنگی نه به خاطر شما شخص شما به خاطر سابقه فرهنگیشون طرز کارشون با یه آدمی مثل شما با یه گروهی مثل شما اینطوریه و اون طرز کاری نیست که شما باهاش عادت دارید و این باعث میشه که همیشه میسکامیونیکیشن میشه بین شما و اونا اونا هدفشون یه چیزه شما هدفتون یه, ت... یه چیز دیگه است و تا وقتی که نتونید این مسئله رو حل بکنید Uh, همیشه این عدم اطمینان ات، شما همیشه عدم اطمینان خواهید داشت به اونا و اونا همیشه بیشتر uh, تحریک میشن که کمتر به شما اطلاعات بدن متوجه حرفم میشی؟ بله کاملا دقیقا دست گذاشتین رو همون مشکلاتی که من باید سر میزنم ببینید متاسفانه ما داده هایی که از اینا باید بگیریم خیلی حساسه و دقت اون داده ها خیلی خیلی مهمه راه داره این،, این قضیه راه داره البته راه آسون نیست اه، اه، وقت میبره راهش اینه شما گفتید که شرکت های دیگه موفق هستند این کارا این خیلی منم میدونم که در هندوستان خیلی اینا سرمایه گذاری میکنن روی آرندی توی فارما و توی چند اینداستری دیگه من با مترانیکس کار میکردم وقتی که در هندوستان داشتن راجع به یه دیوایس بسای آی دیزیز دایگنوسیس آی دیزیز اینا کار میکردن و ما میدونیم که در هندوستان تلنت خیلی زیاده very high education Uh, یعنی مسئله مسئله عدم اطلاعات نیست مسئله مسئله فرهنگی و اون شرکتی که بتونه این مانع فرهنگی رو حل بکنه خیلی میتونه استفاده بکنه از اون تخصص و تلنتی که در هندوستان وجود داره بعد ایت تیکس یعنی یک کارایی رو شما باید انجام بدید به عنوان کارفرما تا بتونید این رابطه ای که مهمه برای شما به وجود بیارید من در زم شما اگر میخواید میتونید با ایمیل با من تماس بگیرید من یه مقداری اطلاعات بیشتر به شما بدم یه مقداری ریزورسز به شما بدم که بله خیلی بتون... ممنون این فرصت بینظیریه برا من فکر میکنم خیلی پیشنهاد خوبی کردین چون مشکلات اختصاصی شاید من وقتی این گروه ها نگیرم برای مشکلات اختصاصی خودمون و با خودتون از طریق ایمیل مطرح کنم خیلی حتما. بهتر میشه حتما. پس من بهتون ایمیل میزنم خیلی ممنون از خواهش میکنم خواهش میکنم مرسی فدران من یه سوال اسلایدو میکنم که آدینس پرسیدن و بعد به سراغ حامد عزیز یه سوالی که پرسیدن در مورد در واقع تاثیر جنسیت در رهبری جهانی پرسیدن تو تو بودهای مختلف اینکه شما تو مطالعاتتون در واقع اینو در نظر گرفتید چه نتایجی گرفتید و هر کدوم تو چه جنبه های موفق بودن حالا من خودم یه مثال میزنم توی همین بحث کرونا کشور نیوزلند پرایم مینیسترشون جاسیندا آردن خیلی موفق بودن توی کنترل و مهار کرونا همون این شیو ممنون میشم که از در واقع اون یافته هاتون و س... تو سرور هاتون برامون بگین چشم من برای اینکه مطمئن بشم سوال فهمیدم سوال اینه که آیا مردها با خانما فرق دارن در هیچ در فرق نمیکنه در مسائل مختلف ما اتفاقا در این مورد خیلی کار کردیم چندتا از یافته رو در اختیار شما میذارم یکی اینه که همونطور که قبلا گفتم ما اومدیم از این مدیرا در کشورهای مختلف سوال کردیم یه سری سوال پرسشنامه ای که درست کردیم ازشون سوال کردیم راجع به ابعاد مختلف فرهنگ کشورشون همین که مثلا هایرکیکال هست قدرت فمیل... خانواده چقدر در فرهنگ آیا این فرهنگ فرهنگیه که علاقه به پیشرفت داره یا نه آیا این فرهنگ فرهنگ آینده نگره یا نه این ابعادیه که ما بررسی کردیم نه تا ابعاد فرهنگ رو در هر کشور مطالعه کردیم. یکی از ابعادی که مطالعه کردیم تفاوت بین مردها و زنها در اه، 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 کشور بود. یعنی آیا مرد و زن به صورت مساوی دیده میشن نقششون در جامعه فرق میکنه، نقششون در خانواده فرق میکنه، نقششون در سازمان ها فرق میکنه یا نه که به انگلیسی بهش میگیم جندر ایگالیترینیزم، تساوی جنسیت ها. وقتی که ما مقایسه کردیم جواب های زنها با مرد ها رو دیدیم که جواب هایی که زنها راجع به هشت بعد کشورشون دادن مساوی بود با جواب هایی که مردها راجع به هشت بود کشورشون دادن مثلا هر دوشون جوابی که در مورد اینکه آیا فرهنگ کشور ما آینده نگر هست یا نه جوابا یکی بود زنا و مردها فرقی نداشت تنها در یه بود جوابای زنها و مردها فرق می کرد و اون این بود که آیا در کشور شما تصاوی جنس جنسیت وجود داره یا نه یعنی همون جندر ایگالیترینیزم و ما نشون دادیم که در تمام این 62 کشور یعنی حتی کشورهای مثل دانمارک مثل سوئد که تفاوت زنها و مردها تقریبا نزدیک به صفره حتی در اون کشورها حالا دیگه در خاورمیانه، در آسیا، در امریکا، در امریکای جنوبی در تمام این کشورها زنها گفتن فرهنگ کشور ما به مردها بیشتر امتیاز میده تا زنها. وقتی همون سؤال رو از مردها کردیم جوابشون این بود که تفاوت بین مردها و زنها زیاد نیست و این تنها بعد فرهنگی بود که زنها و مردها در جوابهاشون فرق میکرد از نظر فرهنگی حالا من میرم راجب به رهبری لیدشپ هم ما این کار رو کردیم هم متخصصهای دیگه این کار رو کردن در کار ما ما اومدیم از این مدیرا در این 62 کشور سوال کردیم که به نظر شما یک رهبر ایدئال در فرهنگ شما چه جور آدمیه یعنی یه سری مشخصه های رهبری رو دادیم بهشون گفتیم شما بگین کدوم از این مشخصه ها کمک میکنه که یه رهبر سازمانی موفق باشه ایدئال باشه و کدوم یکی از این مشخصه ها مانع میشه که یه رهبر سازمانی ایدئال باشه و ما نشون دادیم که در وقتی مقایسه کردیم مردها و زنها رو دیدیم که در یه سری موارد با هم شباهت داشتن از نظر اون پروفایل مدیر ایدئال رهبر ایدئال و در یه سری موارد با هم فرق داشتن مثلا زن ها تأکید بیشتری گذاشتن روی رابطه انسانی که رهبرها به وجود میارن بین خودشون و کارمنداشون مرد ها بیشتر توجه کردن یا بیشتر تأکید گذاشتن روی استراتژی چجوری استراتژی رو تولید میکنه چجوری استراتژی رو کمیونیکیت میکنه در, در شرکت پخش میکنه چجوری موتیویت میکنه یعنی مردها بیشتر تاکید روی نقش رهبر داشتن زن ها بیشتر روی تاکید روی رابطه انسانی رهبر و کارمندا داشتن علاوه بر اون در پروژه گلوبال مایندست ما آمدیم مدیران زن و مدیران مرد رو مقایسه کردیم و دیدیم که مردها وقتی که اینا رو دو گروه رو با هم مقایسه میکنیم مردها در intellectual capital یعنی اطلاعات راجع به بیزنس اطلاعات راجع به صنعت اطلاعات راجع به فرهنگ ها پروفایلشون بالاتر بود مدیران زن پروفایلشون در برقراری رابطه در علاقه نشون دادن به همکاری با افرادی که از فرهنگ های مختلف هستند و در قدرت شنوایی از مردها بالاتر بودن در حالی که overall score یعنی وقتی که یک عدد دادیم به هر کسی به برای عدد کلی global mindset هر مدیر زن ها و مردا فرقی نداشتن در کل ولی در این عوامل مختلف global mindset با هم فرق داشتن و در, تج... در پروژه اخیری که الان تموم کردیم که در 140 کشور این اطلاعات جمع کردیم یکی از قسمت بزرگ این پروژه دوباره راجع به اینه که آیا زنها و مردها در تمام این کشورها با هم چیزهای مشترک دارن چیزهای متفاوت دارن و اونا چی که هنوز ما نتایجشو بررسی نکردیم به حال این یه خلاصه بود از اون چی که ما میدونیم خیلی ممنون بسیار عالی از توضیحات خیلی جامعتون تشکر میکنم آقای حامد رو داریم خوشحال میشیم سوال،, سوال شما رو هم بشنویم درود فراوان جناب دکتر و همه شما مجریان من اول از همه جناب دکتر میخواستم از شما سپاس فراوان بکنم به این خاطر که من در سال 2004 البته مهاجرت نکردم اون موقع و به خاطر شغلی که داشتم در کشورمون بر شرکت های گلوبال کار میکردم در فکرم بود برای همیشه فرهنگ اون موقع پروژه شما با زندیات آقای آی دکتر دستمالچیان <تصفح> که در مورد کالچر و لیدرشپ در ایران بود بسیار نه تنها من عوض کرد میتونم بگم زندگی ما عوض کرد من مهاجرت به سر همون پروژه من مهاجرت کردم به کشور امریکا و بسیار آیز اوپنینگ بود الان هم که <تصفح> با شما صحبت میکنم یاد آقای دستمالچیان کردم و خیلی از شما سپاسگزار هستم من الان خودم هم دارم روی نه تنها کالچر شما یاد دادید کورس های شما که یک مفهوم ابسترکت نیست و خیلی بزرگ هست و لایه های مهم هست و در از سیستم عامل ما هست برای تصمیم گیریم سوال من این هستش که آقای دکتر الان ما داریم میبینیم که در دنیا شما خودتون از کسانی بودید که تاثیر فرهنگ رو برای رهبری بیان کردید شما به نظر شما من این سوالی که دارم الان مثال کووید رو بزنیم پولیتیکال uh, چون من خودم روی پروژم که اون موقع داشتم کار میکردم تاثیر فرهنگ توی اینترنشنال بیزنس استراتژی بود uh, و پاور و لیدرشی uh, یکی از وریبلاش uh, uh, بود الان ما داشتیم نگاه میکنیم الان خیلی بحث کالچر uh, در خیلی جاها رفته از میلیتری گرفته در کالچر اورنس گرفته در سیستم اورنس گرفته الان کووید یک مثالی شد برای هیومن بینگ شما دیدین که کسانی که در رأس گاورمنتال هستند نه تنها هست. باید چون کورپوریشن یک کلاستری هستش که توی انوارومنت داره با افراد مختلف اینترکت میکنن. ولی کسانی که دارن تصمیم میگیرن برای اینفراسترکچر برای اکانامی برای مردم ما در کووید دیدیم که یکم سوال برانگیز شد یعنی ما نتونستیم از هیومن چون چویس های متفاوت داریم کالکتیو بیهیویر اون ریاکشن اون به این ویروس چون ویروس خودش بایولوژی هستش و با سرعت تصاعدی داره عمل میکنه و دیلی ما به ویروس که دیدیم چه کانسکوینسی اوورده من سوالم از اینجا شما هستش که دیدید که کووید همین در همین امریکا هتروجینیوس uh, ایمپکت داشت یعنی که بعضی جاها خیلی صدمه دیدم بعضی جا ندیدم خودم من روی دیتا روش کار داشتیم میکردم <applause> دیدم که خب ساختار پالیتیکس همه چیزا در آمریکا به این بزرگی خیلی تاثیر در تصمیم گیری گذاشت به عنوان مثال اولین کیسی که در آمریکا به وجود اومد از سیاتل و کیسی که در فلوریدا اولین کیسی که آفیشال ریکورد کرد تقریبا 45 روز اگه اشتباه نکنم تا 60 روز ما واسه هوریکن همه کار میکنیم ولی فلوریدا هنوز میبینیم که چه تاثیری داره سوال من از شما این است که دکتر به نظر شما پالیتیک uh, government گورنمنت پالیتیک لیدرشپ ببخشید اتیتودش متفاوته متفاوت با بیزنس لیدر بیکاز ما اینجا بحث هیومانیتی رو داریم یعنی که بدونه که اون مایندست مردمی که دارن باشون داره لیدشون میکنه نسبت به یک استیمولای بیرونی چطور هست چون ما دیدیم الان بینیم این تاخیرها و شما سازمان به بسازید چون ما همون کالچر مو سیستم و فکریمون تاثیر میذاره آیا شما فکر میکنید که این دوتا متفاوت هستن و اگر هستن آیا مثل و یه کاراکتریستی که خاصی داشته باشن چون هیومن سنتر خیلی این وسط هست من مزاحم نمیشم و گوش میدم به پاسخ شما خواهش میکنم حامد جان خیلی ممنون از اینترودکشنی uh, که داشتی uh, من به عنوان یک معلم و محقق خیلی برام ارزش داره که یه شخصی مثل شما به من بگه که کار من اثر مثبت برای شما داشته برای آگاهیتون برای زندگیتون برای روش کارتون uh, اون چیزی که ماها ماهایی که در دانشگاه ها هستیم و تدریس میکنیم و تحقیق میکنیم آخرین به اصطلاح ultimate objective من آدمی مثل شماست که بتونه استفاده بکنه و بهره ببره و عمل بکنه به اون چیزهایی که اساتید مختلف علمی که اساتید در اختیارشون میذارن برها خیلی ممنون برای اون قسمت از صحبتتون در مورد political لیدرز چند تا فرق هست بین کسی که در رهبری سیاسی داره با کسی که رهبری سازمانی داره اولین فرقی که به ذهن من میاد مسئله نتیجه کاره منظورم اینه که وقتی یه مدیر سازمانی تصمیم میگیره که مثلا یک پرادکت جدیدی رو در یه بازاری عرضه کنیم یا به این صورت رقابت بکنیم با رقبان یا وارد یه بازار جدید بشیم یا اینجور تصمیمات اینا تصمیمات تپیکال مدیرانیه که در بخش خصوصی هستن وقتی اینو مقایسه میکنه با تصمیماتی که رهبران سیاسی یک کشور میگیرن نتیجه کار خیلی فرق میکنه یه تصمیمی که یه رهبر سیاسی میگیره میتونه باعث بشه که صدها نفر بمیرن یا روش یک جامعه عوض بشه سال 1986 من در چین زندگی می و در سال 1986 ما مرده بود و دو گروه در حزب کمونیست چین با هم رقابت می یک گروه رهبرش خانم ماو بود همسر ماو بود که حرفشون این بود که چین باید همون به روش ماو رو ادامه بده گروه دوم رهبرش دانگ جاوپینگ بود که طرز فکرش این بود که نه اون کاری که ماو کرد نتیجهش موفق نبوده ما باید کمونیسم رو در چین تعریفش رو عوض بکنیم کمونیسم رو تعریفش رو از کنترل سیاسی از کنترل اقتصادی و سیاسی عوض کنیم به کنترل سیاسی یعنی از نظر اقتصادی جامعه رو باز کنیم این دو گروهی با هم می و مسائل سیاسیشون و دعواهاشون و اینها تا بالاخره دانجاپینگ دان انتخاب شد حزب اون یعنی گروه اون برد و گروه همسر ما شکست خورد و نتیجهش این بود که همشون فرستادن زندان و تبعیدشون کردن و اینها و دانجاو, دانجاو پینگ اومد و در سال 1986 اعلام کرد که از این به بعد ما جا... اقتصاد چین رو باز خواهیم کرد ولی کنترل سیاسیمون رو شدیدتر خواهیم کرد حالا شما نگاه کنید که در اثر اون یک تصمیم که دانجاو گرفت در سال 1986 کشور چین از نظر اقتصادی چه پیشرفتهایی کرده یعنی یک رهبر سیاسی تصمیماتی که میگیره نتایجش خیلی عمیقتر و وسیعتر از اینه که در مقایسه با تصمیماتی که یک رهبر بخش خصوصی میگیره این یکیه دومین دو 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 فرق در مورد رهبری سیاسی و رهبری سازمانی اینه که شما اگه نگاه کنید معیارهایی که سازمان ها بخش خصوصی استفاده میکنه برای اینکه مدیرا رو پروموت کنه به رده های بالاتر ببره معمولا وصل به کاربرد شخص آیا تصمیمات خوبی گرفته آیا افیشنسی سازمان رو بهتر کرده آیا درآمد سازمان رو بهتر کرده و و و, و. و. سیاست و رهبری سیاسی تنها بخشیه که من میدونم که رسیدن به پست رهبری هیچ نوع تخصصی نمیخواد هیچ نوع کاربردی نمیخواد هر کسی میتونه از راه های مختلف وارد رده های سیاسی رهبری سیاسی بشه حالا کانکشن ها چیه حزبشون در چه حاله وضع سیاسی مملکت در چه حاله و افرادی میان سر کار که ممکنه تخصص لازم رو داشته باشن و کیفیت های لازم رو داشته باشن و ممکنه نداشته باشن و این یه واقعیتیه که در رهبری سیاسی وجود داره در مقایسه با رهبری سازمانی شما مسئله کووید رو مطرح کردید مسئله کووید همونطوری که شما گفتید در امریکا تصمیماتی که رهبرهای رهبرهای امریکایی گرفتن چه در فدرال و چه در استیت نتایج عظیمی داشته در سطح جامعه در سطح جون مردم و این واقعیتی حالا اینا چجوری به اونجا رسیدن به اون مقام ها رسیدن نات necessarily دلیلش حتما نبوده که اینا تخصصی دارن یا تجربه ای دارن یا کیفیتی دارن که به این مقام برسن تفاوت سومی که میخواستم مطرح کنم به نظر من اینم خیلی تفاوت مهمیه اینه که به خاطر قسمت دومی که ارز کردن رهبران سیاسی بیشتر توجه میکنن به فرهنگ کشور بیشتر گوششون بازه به فرهنگ کشور و اون چیزی که برای اون کشور مهمه رهبران بخش خصوصی به اون صورت وابسته به فرهنگ کشور نیستن به اون صورت احتیاجی ندارن که تمام مدت گوششون و چشمشون به فرهنگ کشور باشه یه باز دوباره راجع به کووید به شما میگم در تایوان وقتی که کووید شروع شد در تایوان مسئله به وجود نیاورد چرا برای اینکه فرهنگ تایوان فرهنگ کشوری تایوان فرهنگیه که مردم کاملا گوش میدن به اونچه که دولت بهشون میگه همون که هایرارکی که قبلا میگفتم پاور دستنس، و رهبران سیاسی میدونستن که مردمشون خیلی راحت براشون که آقا ما به شما میگیم این کارو بکنید شما هم بکنید حالا اونو مقایسه کنید با اتفاقی که در امریکا افتاد یا حتی در کانادا در کانادا دوباره مردم اه اه طرز فکرشون اینه که اوکی دولت ها ممکنه تصمیمات بد بگیرن و اینا ولی به هر حال وقتی که دولت به ما میگه آقا باید ماسک بزنید یا این کارو بکنید این کارو بکنید اکثریت کانادایی براشون قبول کردن این راحته حالا اینو مقایسه بکنید با امریکا که فوری مسئله فرهنگ ما فرهنگ آزادی فردیه فرهنگ ما اجازه نمیده که یک سیاستمدار تصمیم بگیره برای ما و به ما بگه چیکار بکن خب حالا یه سیاست مداری مثل گاورنر آریزونا که من هستم یا گاورنر فلوریدا که اینها که مردمشون یعنی ایالت هایی که بیشتر ریپابلیکن هستن و این مسئله اندویجوال فریدم براشون مهمه رهبران سیاسی به اون گوش میدن و ممکنه تصمیماتی رو بگیرن که از نظر سیاسی قابل قبوله حتی اگر هزینه جامعه یا هزینه جون مردم در خطر باشه اینم هم یک فرق بزرگیه بین رهبران سیاسی و رهبران بخش خصوصی رهبران سازمانی این مسئله فرهنگ کشور برای اینکه اگه گوششون به اون نباشه پایگاهشون رو از دست میدن و برای یه سیاست مدار یا رهبر سیاسی مهمترین چیز پایگاه سیاسیشونه و اگه پایگاه سیاسی میگه آقا من برای من آزادی فردی مهمترین چیزه حالا اگه همسایه من مرد بمیره به من ربطی نداره اگه رهبر سیاسی به اون گوش نده موقعیت خودش در خطر میفته. به هر حال یه خلاصه از این این خیلی مبحث بزرگیه خیلی ممنون که اینو سوال کردید امیدوارم که به صورت خلاصه یه جوابی به شما داده باشم. خیلی ممنون سپاسگزارم. جناب دکتر من خواستم از شما تشکر کنم و خداحافظی کنم و میدونم زیغ وقت هستش بله میدونم مبحث بسیار بزرگی هست امیدوارم در فرصت آینده بتونم بیشتر در این مورد با شما صحبت بکنم مردون. و استفاده بکنم خدا نگهدار روز شما بخیر خداحافظ خسته نباشید پروفسور منصور عزیز آم... ما میدونم که 15 دقیقه از, از اون زمانی که از شما قول گرفتیم گذشته اگه شما اجازه بدید دو نفر دیگر دوستانمون تو استیج هستن سوالشون رو بپرسم و شاید یک, یک یا دو سوال هم از دوستان آدینس که توی سلایدو گذاشتن ازتون بپرسیم خواستم ازتون اجازه بگیرم که اگه بشه ادامه بدید حتما حتما خیلی خوشحال میشه خیلی ممنون آقای امیر خیلی خوش خوشحال میشیم سوال شما هم بشنویم سلام ممنون از شما آقای دکتر محمود آقای دکتر احسان عزیز و همچنین خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر منصور فوق العاده استفاده کردم آقای دکتر من از فرمایشات شما خیلی استفاده کردم هم راجع به لیدرشپ خوب از اصالی تجربه تخصص دارید و هم تو حوزه استراتژیک منیجمنت یه سوال مشخصی که من دارم از دید شما با توجه به شرایطی که تو به حال جامعه جهانی الان هست بحث های گلوبالیزیشن یه زمانی مطرح بود الان دی گلوبالیزیشن مطرح شده و خیلی از ترند های جدید این ویژگی و کوالیتی تحمل ابهام اینکه ما به عنوان یک مدیر بتونیم ابهام رو تحمل کنیم و تصمیم بگیریم دوست دارم راجع به این از دیدگاه خودتون بفهمیم خیلی ممنون امیر این اه تحمل ابهام هم یک خاصیت فردیه یعنی جان شما ممکنه تحملت از ابهام خیلی بیشتر از من باشه یعنی افراد میتونن در مقداری که تحمل ابهام میکنن و در مقداری که ماجراجویی میکنن و تحمل مسائل جدید برخورد میکنن فرق میکنه خیلی آدما کانسرواتیو هستن و دوست دارن که همه چی برنامه ریزی شده باشه پردیکتبل باشه همه بتونن بدونن که چی کار باید بکنن این یه خاصیت فردیه علاوه بر اون مسئله تحمل ابهام یک مسئله فرهنگی کشورهاست بعضی کشورها مثل آلمان یا سوئیس اینها آ، تحمل ابهامشون خیلی کمه به عنوان فرهنگ به عنوان به جامعه افرادی که در این جوامع بزرگ میشن یاد میگیرن که همه چی باید طبق برنامه پیش بره و تمام سیستم های اجتماعی به وجود اومده برای اینکه ابهام رو از زندگی مردم یا از بین ببره یا مینیمم کنه در مقایسه با این در کشورهای مثل روسیه یا کشورهای امریکای لاتین آرژانتین برزیل یونان ابهام در هر لحظه روز مردم وجود داره یعنی من نمیدونم که فردا چی خواهد شد در مقایسه با امروز برای اینکه در جامعه من اینقدر همه چی عوض و بدل میشه تغییرات میکنه دولت تصمیمش رو عوض میکنه اونایی که در اونایی که قدرت دارن تصمیماتشون رو عوض میکنن بنابراین اینقدر تهم ته، ترمویل و تکون توی جامعه هست که من نمیتونم پیش بینی کنم بنابراین ابهام جزوی از زندگی منه این رو بهش میگن تحمل ابهام در سطح فرهنگی حالا بریم سر مدیرا شما یه شخص مدیر رو در نظر بگیرید این شخص مدیر از دو جهت بهش نیرو وارد میشه یکی شخصیت و پرسنالیتی خودشه که آیا تحمل ابهام داره یا نه همونطوری که گفتم بعضی شخصیت ها خیلی اوپن هستن خیلی آمادگی دارن بعضی ها خیلی استرس میگیرن تحمل نمیتونن بکنن نیروی دومی که به این شخص وارد میشه از جهت فرهنگیشه چون در اون مملکت بزرگ شده اونطوری یاد گرفته حالا این دوتا در مغز این بشر تاثیر میذاره و این مدیر حالا رفتارش مجموعه ای از این دوتا خواهد بود ترکیبی از شخصیت ابهام پذیر و فرهنگ ابهام پذیر مدیرانی که ابهام پذیریشون کمه احتمال موفقیتشون در نقش های میاد پایین برای اینکه وقتی شما در یک نقش بین المللی هستید شما دارید با جوامعی کار میکنید با افرادی کار میکنید که همه چیشون ممکنه با بکراند شما فرق بکنه و اگر کسی اون ابهام پذیریش کمه این تجربه بسیار دردآوره هم از نظر فکری هم از نظر احساسی و با یکی از دلایل شکست مدیران در نقش های همین مسئله عدم تحمل ابهامه حالا تحمل ابهام برای هر مدیری مهمه حالا چه بین چه داخلی ولی اگر شما در نقش بین هستید احتیاج به تحمل ابهام بیشتر میشه در مقایسه با تحمل ابهام در بخش داخلی و یه مدیریت داخلی بسیار ممنونم جناب دکتر خیلی ممنون از شما امی جان و خیلی ممنون از شما آقای دکتر از پاسخ کاملتون آقای حسام خیلی خوش اومدید. سوال شما رو هم میشنویم. سلام خدمت همه دوستان و آقای جاویدان خیلی ممنون خیلی لذت بردم و استفاده کردم راستش من سوال ندارم بیشتر یه پیشنهاد یه درخواستی دارم توی کلاب هاوس یه گروم انگلیسی هست که یکی از اساتید دانشگاه هاروارد خانم فرانسیس فرای هفته یک بار برگزار میکنه کنه کلابشون لیدرز گاید هست و کاری که اینا میکنن خیلی جالبه این پیشنهاد یه بار به احسان هم چند وقت اینا هر هفته این کیس استادی رو میارن صورت مستاقی از قبل معرفی میکنن که قرار چه کیسی رو ریویو بکنن و بخونن و بعد حالا بعضی وقتا خود فرانسیس بعضی وقتا استادای رشته های دیگه که همه به مدیریت و رهبری مربوط هست و میارن کیس رو ریویو میکنن و بعد آدم هستی قشنگ کلاس های ام بی ای آدم های عادی دسترسی دارن میان و بعد سوال میپرسن نظر میدن و در نهایت ریویو میکنن و خود فرانسیس هم در طول اون دوره اون روم به صورت توی وبسایت دیگه ای نوت برداری میکنه و قشنگ به هدفشون هم به قول خودشون دموکراتایز کردن ادویکیشن هست خیلی خوشحال میشم که اگه های جاویدان بتونن حالا نه حالا هر هفته ولی اگه ماهی یه بار هر چند وقت یه بار به صورت مستاقی کیس استادی کلاس به حالتی کلاس ام بی اینو برگزار کنن برای آدینس مخاطبین فارسی که هم از معلومات ایشون استفاده کنی و هم خیلی به صورت مستقلی تر و کیس بیس تر راجع به این موضوع مدیریتی و رهبری صحبت کنیم فکر کنم خیلی برای جامعه ایرانی مفید و مفید خواهد بود حالا من بعد ما چه شکلیه ولی باسته گفتن پیشنهاد رو بدم شاید اجرایی نتونه بشه مرسی ممنون از وقتتون و خیلی استفاده کردیم خیلی ممنون این خیلی پیشنهاد جالبیه من شخصا خیلی علاقه دارم علاوه بر این اساتید ایرانی دیگه هم هستن که میشه این برنامه رو از اونها هم دعوت کرد که در در بخش مدیریت یعنی همین چیزی که شما میگید انجام بدیم و بلکه بتونیم یه کمکی بکنیم به مدیرانی که در ایران هستن خیلی ممنون از پیشنهادتون خیلی پیشنهاد جالبیه مرسی حسام جان از پیشنهاد خوبتون قبل از این اتاق از دکتر خواهش کردیم که در آینده باز هم به بیان به بی کلاب هاوس و از دوستان حاضر در اتاق استفاده کنن بهروز عزیز خیلی خوش اومدید سال شما سلام دکتر جاویدان و دوستان و شنوندگان عزیز دکتر خیلی ممنون از حرفاتون خیلی لذت بردم من تو انایش کار میکنم و قبل از هر چیز بگم همدردم با اتون از اینی که از ایران با مهندسی اومدم اینجا دنبال ام <laughs> بعد در سال هفتاده اش بودم موقعی شما که همونجور که شما گفتین خیلی معروف بودین بعدش میخواستم البته حامد جان اینو رو مطرح کردم سالی که من میخواستم بکنم تو جدیدن کووید باعث شد تو انایش که ما یه خیلی تصمیم های سریع و خیلی تصمیم های, های ریست بگیریم به ایگو و چیزای دیگه ربطی نداشت ولی باید تصمیم گرفته میشد با اینی که خیلی های ریسک بودن و یه سری چیزهایی که انجام شده که نتایجش هستش در, در مدت معمولا تو اینایش یک سال طول میکشه که فاندینگ بشه ولی واسه کووید تصمیم هایی گرفته شده که در سه هفته یا دو هفته تصمیم گرفته شده که میلیون ها دلار به یکی بدن که واسه یه تست و چیزهای دیگه بید. کار انجام بدن با اینی که ریسکش رو میدونستن ولی منفعتش برتری داشت به ریسکی که انجام میدادم yeah. ممنون خیلی ممنون از اینکه تجربهتون رو با ما شیر کردین این, بعد از کووید کاری که در انایت شد و در CDC واقعا این من مطمئنم که تعداد زیادی کیس دادی خواهد شد راجب به اینکه چجوری با یک همچین ویروسی به این سرعت بتونن عکسالعمل نشون بدن خیلی ممنون که شیر کردید بله این باعث شده که فکر میکنم یه سری چیزهای انایج حتی عوض بشه و حتی داریم صحبت میکنیم که بتونیم در یه سری کیس هایی به همون سرعتی که ها موفقیت آمیز بوده عمل بکنیم و امیدوارم که این انجام بشه البته اون کار ما نمیتونستیم بکنیم اگر فشار دولت و پول دولت نبود که خیلی با بود. بازم خیلی ممنونم خیلی لذت بردم خواهش میکنم خیلی ممنون مرسی به روز عزیز که همیشه میاد و ساپورت میکنید یه سوالی که پرسیدن توی اسلایدو در مورد انتخاب تحقیق در رشته Organizational Behavior Management مدیریت رفتار سازمانی پرسیدن که چه موضوعاتی برای در واقع رساله برای رساله دکترا الان خیلی هات هست تو این رشته و, و خواستن که و مورد نیاز سازمان ها هست از شما سوال پرسید <applause> خیلی ممنون برای سوال اتفاقا این خیلی سوال بروزیه خیلی تایملی هست این سوال در اثر خب، یک کمی جمله رو عوض کنم در عرض ده سال گذشته شرکت ها به خصوص شرکت های بزرگ بیشتر در امریکا ولی یک کمی با سرعت کمتر در اروپا هدفشون همیشه این بوده که تکنولوژی رو هی بیشتر بیارن در در رابطه با کارهایی که انجام میدن تا اونجایی که میتونن افیشنسی رو بالا ببرن از طریق استفاده از تکنولوژی این, این خیلی سریع این کارها داشت می شد بعد کووید پیش اومد و کووید آمد سازمان ها رو تعطیل کردن مردم نمیتونستن کارمندا دیگه نمیتونستن برن سر کار و برای یه چند ماهی واقعا خیلی از مدیرا نمیدونستن چی میشه و چون یه دفعه طرز کار سازمان ها به صورتی عوض شد که هیچکی انتظارشون نداشت الان دیگه شرکت ها فهمیدن که اون طرز کاری که قبل از کووید انجام میشد دیگه عملی نیست من یه مثالی براتون بزنم ما چند وقت پیش یک تحقیقاتی کردیم از هزار نفر مدیر میانی تا رهبری شرکت ها راجب به اینکه بعد از کووید علاقهشون راجع به طرز کار چیه فقط پنج درصد مدیرا گفتن که ما دلمون میخواد که همه چی برگرده به قبل از کووید یعنی من همیشه هر روز بیام سر کار هر روز همون کارهایی که همیشه میکردم بکنم بنابراین کاملا واضحه که اون طور که سازمان ها عمل خواهند کرد در آینده با 2019 یا قبل از اون کاملا فرق داره روابط ورچوال خواهد بود به مقدار زیادی وقتی ما از این مدیرها پرسیدیم خب ایدئال شما چیه جوابشون این بود که بیشترین جواب این بود که من دوست دارم دو یا سه روز خونه باشم یا خارج از محل کار باشم دو یا سه روز در داخل کار باشم یعنی یه حالت هایبرید و تکنولوژیی که الان وجود داره این امکان رو به همه میده که این کار رو بکنند خب بنابراین از نظر رفتار سازمانی ما میدونیم که رفت، روش کار شرکت ها فرق خواهد کرد حالا این یه سری سوالات جدید به وجود میاره لیدرشپ، شما چجوری رهبری نشون میدید به آدمایی که حتی نمیبینیشون هیچ وقت به آدمایی که با همدیگه هیچ وقت هیچ تماسی ندارن یعنی یک سری چلنج ها چالش های جدید مدیریت و رهبری پیش میاد به خاطر اینکه طرز کار سازمان ها در اثر کووید به شدت در مدت کوتاه عوض شد و چیزی که اینو تشویق میکنه اینه که در واقع پروداکتیویتی و کارآوری شرکت ها در از با بعد از کووید بیشتر شده در مقایسه با قبلش بنابراین اینسنتیو وجود داره برای شرکت ها و برای افراد که اینو ادامه بدن و حالا ام، یه سری مسائل و سوالهای جدید پیش میاد در مورد مدیریت نیروهایی که کاملا یا نتورک بیس هستند یا ورچوال هستند چه در داخل کشور چه در خارج کشور اونایی که مدیریت بین المللی کار میکنن آشنا هستند با این مسائل ورچوال ولی حالا دیگه همه شرکت ها و همه سازمان ها چه داخلی چه خارجی با این مسئله virtual ای workforce باید یاد بگیرن که خب ما حالا چی جب. What is the best way of managing بهترین راه مدیریت virtual workforce چیه مرسی از شما من یه سال آخر میپرسم و بعد آزیتا جان یه فالو آف داشتن از شما همین امسال یه مقاله چاپ کردید در مورد جغرافیای های اعتماد تراست و چالش هایی که هست برای اون ایجاد تراست وقتی که شما توی یه سازمانی هستید که داخلی هست تا دا یه سازمانی هست که هست و ممکن این کامپیوژنی که ایجاد کنه وقتی شما با تیم خارجی در ارتباط هستید و ممکن خودش باعث دیستراست بشه این میخواستم یکم بیشتر برامون توضیح بدید در مورد تراست و اینکه چه راهکارهایی هست که کمک کنه برای وقتی شما توی تیم اینترنشنال کار میرون. بله حتما ام ام اون مقاله که شما فرمودید این در اثر پروژه بود که من انجام دادم قبل از کووید برای تقریبا دو سال من سفر می کردم به کشورهای اروپای شرقی اروپای لاتین امریکای جنوبی و آسیا و یک ورکشاپی درست کرده بودم سه ساعته که این ورکشاپ فقط تاپیکش این بود که در فرهنگ شما مدیرا چجوری به هم تراست میکنن چه, چه, چه معیارهایی رو نگاه میکنن برای اینکه به همدیگه اعتماد پیدا کنن اطمینان پیدا کنن و در کل یه چیزی حدود 700 خورده مدیر توی این ورکشاپ ها شرکت کردن هر ورکشاپی بین 15 تا 20 تا مدیر داشت و ما من و همکارم نشون دادیم که معیارهایی که مدیرای امریکایی در نظر دارن برای اینکه اطمینان کنن به همکارشون خیلی فرق میکنه با معیارهایی که مدیرای چینی یا مدیرای آرژانتینی یا مدیرای بلغاری یا مدیرای اسپانیایی دارن بر خیلی خلاصه بگم که از نظر مدیرای آلمانی یا امریکایی یا دانمارکی تنها معیارهایی که مهمه برای اطمینان معیارهایی که رابطه داره به کار طرف آیا این همکار تولیدش رو انجام میده نقشش رو بازی میکنه انتظاراتش رو بر انتظارات شرکت رو برآورده میکنه اه. همش مربوطه به کار اه. در خیلی از کشورهای دیگه اه. یه میارای مطرح کردن که اه. هیچ ربطی به اه. چیز نداشت به اه. کارآوری اه. همکار مثلا در چین میگفتن که مدیرای چینی به من گفتن که چیزی که برای ما خیلی مهمه اینه که بعد از کار بریم بیرون مشروب بخوریم و راجب به چیزایی صحبت کنیم که اصلا هیچ ربطی به کار نداره ولی همدیگر رو یاد میگیریم میشناسیم در خاورمیانه با مدیرای عرب که من صحبت میکردم خیلی واسه مهم بود که آیا من میتونم یک رابطه احساسی آیا من آیا دو فیل گود این شخص به عنوان یه آدم به من یه احساس مثبت میده یا نه اگه احساس مثبت نمیده اصلا مثلا ما مهم نیست که کارش چیه و اینا یعنی اینا تو مقاله کاملا من توضیح دادم انواع مختلف میارهایی که مدیرا در کشورهای مختلف استفاده میکنن برای اینکه تصمیم بگیرن آیا یه بابایی قابل اطمینان هست یا نه و بعد اون وقت توی مقاله یک یه سری پیشنهاد ما مطرح کردیم که اگر شما یه مدیری هستید که با گروه های مختلف در کشورهای مختلف کار کنی، کار میکنید این قدم ها رو میتونید بردارید برای اینکه بتونید رابطه قوی تر و مطمئن تری به وجود بیارید با این افراد مرسی از شما یه چیزی هم که خیلی برای من جالب بود اون نقشه بود که از ورد ولیو سروی گذاشته داشته بودید برای کشورهایی که چقدر مردمشون موافقن با این عبارت که most people can be trusted و فکر کنم طبق همین نقشهی که اینجا هست خودش چین عدد بالایی داره و آمریکا ایران و برزیل و چند تا از کشورهای آمریکای آفریقای شمالی کمترین کمترین اسکور داشتن بله محمود جان مرسی که اینو گفتی World Value Survey امیدوارم برای این دوستان ما که با ما هستن اگر علاقه من هستید حتما world uh, value survey یک کلمه worldvaluesurvey.org uh, این یه پروژه تحقیقاتیه که در دانشگاه میشیگان شروع شد خیلی جالبه و محمود جان جدیدترین دیتاشون رو در سال 2020 پابلش کردن و همه چی مجانی اویلیبل برای هر کسی که میخواد اکسس کنه خیلی ممنون حتما اینو توی سایت هم میذاریم برای اتاق شما که دوستان دسترسی پیدا کنن عزیزه جان مجددا خوش اومدید فالوآپ شما مرسی خوش. خیلی متشکر دکتر جاویدان من میتونم تمام روز بشنم به شما گوش بدم خیلی ممنون از اینکه این همه چیزها رو سو... شیر میکنین با ما من یه سوالی که در فالو اپ داشتم من سوالی که بهروز جان و محمود جان الان کردن ما توی دانشگاه یه مقدار در کریسیس کرایسیس منیجمنت صحبت میکنیم مثلا همین هاریکین کاترینا یا همین پندمیک که ایجاد پیش اومده و من میخوام ببینم شما نظرتون و تحقیقاتون تا به حال در مورد این کرایسیس منیجمنت چیه across کالچر کراس کالچرال کرایسیس منیجمنت آیا فرقی میکنه با همین رگولر منیجمنت چیزایی که شما در تا به حال صحبت کردین و اگر فرقی میکنه فرقش چه چیزایی میتونه باشه خیلی متشکرم خواهش میکنم خیلی ممنون از صحبتتون من خوشحالم که این جلسه ما برای شما جالبه امیدوارم که بتونیم این بحثا رو در آینده هم ادامه بدیم من تخصص خودم در کرایسیس منیجمنت نیست اما میتونم یه چیزهایی رو با شما شیر کنم راجع به تخصص ما و تحقیقات ما در رابطه با کرایسیس منیجمنت دو عامل در کرایسیس منیجمنت خیلی مهمه یکی کوهیسیونس یکی اینه که تصمیم گیرنده ها با هم هم عقیده باشن و بفهمند توافق کنند که این کرایسیس چی هست و مسائلش چیه دومی سپیده خب حالا ما میدونیم که منظورم از سپید سرعت تصمیم گیری و سرعت عکسالعمل، یکی توافق داخلی بین تصمیم و یکی سرعت عمل و تصمیم گیری در رابطه با اون کرایسیس هست اون چیزی که ما میدونیم در مورد فرهنگ ها اینه در بعضی فرهنگ ها رسیدن به توافق بین یک گروه کار ساده ای نیست به خاطر مسائل فرهنگی که دارن تصمیم گیری داخلی گروهی کار ساده ای نیست به توافق رسیدن طول میکشه در نتیجه اثر میذاره روی تصمیم گیری روی سرعت عمل یکی،, یکی از امپلیکیشن های کار ما در کرایسیس منجمنت اینه دومی دو در مورد سرعت عمل دوباره بعضی فرهنگ های کشورها در پیاده کردن عمل به دلایل فرهنگی اه، اه، آهسته هستند طرز کارشون یه طوریه که سرعت عمل براشون آسون نیست و این دوتا این دو مسئله فرهنگی یکی عدم تسمی، عدم توافق به تصمیم و یکی سرعت عمل مانع میشن در کرایسیس منیجمنت آخرین چیزی که میخوام به شما بگم راجع به همون پاور دیستنس هست هایرکی کشورهای فرهنگ که خیلی پاور دیستنسشون بالاست از این نظر امتیاز دارن برای اینکه تصمیم گیرنده معمولا یه نفره خیلی بحث و گفتگو نمیشه و سرعت عمل میتونه خیلی سریع باشه معلوم نیست که نتیجه خوب باشه ولی از نظر تصمیم گیری و سرعت عمل فرهنگ هایی که خیلی کال هستند میتونن امتیاز داشته باشن خیلی متشکر خیلی ممنون و اگه درباره پاور دیستنس صحبت میکنین یه چیزی که به نظر من اومد همون بیوروکراسیه که چقدر ارگنایزیشن های مختلف بعد یه سوال یه،, یه جواب یه تصمیم از ردشون رد بشه و بعد اون موقع دوباره همون ایگو و اینجور چیزا امکان داره باعث بشه همون چه کیس ویکو تکسس که تصمیم بعد میگرفتن که چه کار بکنن با این کامپاوند و ارگنیزیشن هایی که بعد با هم دیگه تصمیم می گرفتن و باعث این دیزاستر شد و این خیلی جالبه این صحبت هایی که شما می کردین خیلی متشکر دوباره از خیلی ممنون از شما بسیار عالی مرسی از شما پروفسور جاویدان عزیز دو ساعت و چه چهار دقیقه وقتتون رو گذاشتین و به ساعت ما پاسخ دادین خیلی خوشحال میشین که در آینده به کلاب ما بیاین و حالا در مورد موضوعات مختلف از دانش شما یاد بگیریم اگر حرف پایانی دارید واسه دوستانی که تو اتاق هستن مخصوصا برای کسایی که رشته مدیریت رو دنبال میکنن اگر توصیه دارین ممنون میشم که بفهمم نه من فقط میخوام از شما و از تمام دوستانی که با ما هستن تشکر بکنم برای علاقتون به کار من به تحقیقات من و من خیلی خوشحال میشم اگر کسانی که در با ما هستن اگر علاقه دارن سوال های دیگه ای داشته باشن یا تماسی داشته باشیم مسائلی دارن که دوست دارن با من مطرح کنن ایمیل من در اختیار شماست و من خیلی خوشحال میشم که این صحبت رو ادامه بدیم بسیار عالی من باز هم تشکر میکنم و میریم سراغ حرفای پایینی مادریتور ها و بعد میتونیم اتاق رو کم کم ببندیم سم... مرسی خسته نباشید پروفسور منصور عزیز واقعا اتاق یکی از اتاق خیلی آموزنده کلاب ایرانیان هاروارد بود و من به شخص خیلی مطالب آموزنده و جدیدی رو یاد گرفتم و تشکر میکنم از شما و امیدوارم که باز هم شما رو در جمع خودمون ببینیم و از دوستانی هم که تو این اتاق حاضر بودن تا این لحظه خیلی تشکر میکنیم و از حمایتشون از اینکه با ما همیشه هستید و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید روز یا شب خوبی رو داشته ممنون از همگی و تشکر از شما دکتر جاویدان عزیز استفاده کردیم روز و همگی خوش خیلی لذت بردم از بحث شد دکتر جاویدان واقعا متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید آخر هفته خوبی داشته باشید بسیار عالی من فقط برنامه های هفته آینده اعلام کنم که هفته بعد روز شنبه دور همی داریم با پروفسور سروش سقفیان استاد سیاست گذاری عمومی در دانشگاه هاروارد و در 17 اکتبر روز یک شنبه اتاق داریم با دکتر بهروز شبستری و پروفسور آزیتا در مورد مهارت ها و اصول رهبری و مدیریت و سی اکتبر دوره همی داریم با پروفسور حسین فاطمی از دانشگاه تا و اتاقهای آینده به محض اینکه نهایی شدن حتما کنندر میشن و میتونید این خونه سبزی که این بالا هست هاروارد ایرانی کلاب رو فالو کنید تا از اتاقهای آینده کلاب با خبر بشید من مجددا تشکر میکنم از پروفسور منصور جاویدان خیلی لذت بردیم امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین برای اینکه دوستان فرصت کنند تا از ایونت های آینده ای اتاق با خبر بشن در توضیحات کلاب سی سانی اتاق رو باز میزنیم و بعد اتاق رو میبریم آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین روز, روز و شب خوبی داشته باشین هر جای دنیا که هستیم خدا حافظه خدا